دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز سربی با مردم رو شروع میکنیم. منتظر هستم که آقای حجت شمشیری، سخنگوی حزب آزادی سخنگوی جبهه آزادی خواهان ایران از سوئد تماس بگیرند و فراخوانی رو برای من و شما قرائت کنند. ایشون لطف کرد یک دقیقه هم قبل از دو تماس گرفت، ولی من باید به ایشون میگفتم ساعت دو ربع، چون وقتی کانون آوا رو داریم، بعد از کانون آوا بلافاصله میخوایم برنامه بذاریم، یه مقداری به اصطلاح با عجله کارا به هم میریزه و ما هم یاد نمیگیریم. همیشه میخوایم زور خودمون رو بزنیم که بتونیم کاری رو انجام بدیم که مورد پسند شما باشه. در صورت منتظر آقای حجت شمشیری هستم. ایشون قبلا هم چندین بار در رابطه با فراخوان، حتی در رابطه با ماجرای پناهجویی خودشون برنامه‌ای داشتن در تلویزیون مردم و ببینید که این دوستان چی میگن. از دوستانی مثل داریوش و دیگران هم خواهش میکنیم که این برنامه ها رو شیر کنید از روی تلویزیون، از روی صفحه فیسبوک تلویزیون مردم. من خودم مثلا برای صفحه شخصی خودم شیر میکنم و اگر واقعا وقت داشتم یکی یکی برای همه دوستان به اصطلاح شیر میکردم. ببینیم که حالا آقای شمشیری، چون من امروز آقای سعیدی گویا مشکلی پیدا شده بوده در رابطه با ایمیلشون و هر ایمیلی رو که من فرستادم دوستان دیگه فرستادن نگرفتن و وقتی هم زنگ زدن باز کم لطفی کردن، به من گفتن که شما توی برنامه یک طعنه‌ای به من زدی. خیلی جالب، من وقتی صحبت میکنم نگه کار ما ایرانی ها خرابه، یه چیزی که میگیم طرف میگه آقا منظورت من بود، میگم شما کی هستی، میگه فلانی، میگم نه منظورم این نبود، ولی حالا که گفتی شما هم یکی از اونا هستی. در صورت آقای سعیدی، برنامه داشتن، با مردم بودن در تلویزیون، ببخشید اینو میگم، کار هر کس نیست، یک پوست کلفت میخواد. نمیخوام اون ضرب المثلی که میدونیم در ضرب المثل مناقشه نیست، در مثل مناقشه نیست که میگن کار هر بز نیست، بعضیا میگن کار هر خر نیست، خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. واقعا باید بتونی تحمل کنی. من تو قسمت قبلی اگه شما نگاه کنی با دوست، هم شهری، هم مدرسه‌ای، هم دوره‌ای داداشم اصلا عصبانی شدم از دست ایشون که ای بابا انصافت کجا رفته. یه نفر اومده داره آقا نشسته درد دلش رو به شما میگه، شما درد دلش رو بشنو، دوست نداری نشنو، ولی این که چرا این داره اینو میگه به شما چه مربوط؟ مگه شما که هر یک شنبه میرید کتاب عیسی رو میذارید تو سرتون، از مردم پول جمع میکنی، خودتون پول میدین به اون آقای کشیش که بره بخوره بیشتر چاقتر بشه؟ کسی جرأت داره از شما بپرسه برای کسی که 2016 سال پیش آویزونش کردن به 4 تا به 2 تا چوب، بعدم خود شما میگید زنده شده رفته پهلو پدرش؟ پس دیگه نگرانیتون چیه؟ حالا اومدید شما اون چوب رو میپرستید، اون چوب رو میندازید تو سینه‌تون شب و روز با این با این چوبی که حضرت مسیح، چوبی که حضرت مسیح رو به میخ کشیدن، باید شما اون چوب رو آتیش بزنید، باید بندازینش دور. این از نادانی میاد، این از بنیادگرایی میاد، این از فناتیک بودن میاد. منتظر آقای شمشیری هستم، بذارید ببینم من میتونم پیدا کنم ایشون رو. آقای شمشیری، خب ایشون هم یه بار تماس گرفت، دیگه منتظر من هستن. ممنونم. ببینم که بله شیر کردم، مرسی، ممنونم، چشمتون روشن. همینو بگو داریوش، میگه همینو بگو. حالا داریوش جان، میدونی بذار چون آقای شمشیری رو روی خط داریم با ایشون به اصطلاح این فراخوان رو. آقای شمشیری، ما تصویر ویدیویی شما رو نداریم، فقط همون عکستون رو داریم. بله، من عرض ادب دارم خدمت شما جناب سوربی گرامی. نمیدونم چرا باز نمیشه، الان داره یک دایره روش میخوره اما باز نمیشه. بله، شما با تلفن دستی دارین تماس میگیرین؟ نه خیر، من با کامپیوتر، با به اصطلاح
کامپیوتر هستش. خب بعضی وقتا کامپیوتر باید بهش بگید که کدوم دوربین رو میخواین، چون کامپیوتر متوجه نیست اون قسمت. حالا برای یه بار دیگه الان عکستون پیداست و دوستانم با شما آشنا. بله مثل که حالا داره تصویرتون میاد. بله 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 بله، اجازه بدیم من تصویر جدید شما رو بدم به این برنامه. و به دوستان گفتم که آقای شمشیری الان سالهاست که به عنوان سخنگوی جبهه هر وقت که برنامه هست ایشون میان و اون رو فراخوان یا هر چیزی که باشه اعلام میکنن. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید آقای حجت شمشیری از جبهه آزادی خواهان ایران از سوئد، درست میگم؟ بله کاملا درسته جناب. بفرمایید. یه اعلانیه هستش که جبهه انتشار داده و من هم میخونم اونطور که شما اشاره فرمودید. نامش از کشتار زیر چتر تجزیه. آزادی خواهان و مبارزین و مردم ستم دیده ایران، رژیم فاشیستی و مذهبی حاکم در ایران ماشین کشتارش را به کار گرفته تا رعب و وحشت را در منطقه کردنشین و تسنن نشین ساری و جاری نماید و صدای عدالت‌خواهی مردم شجاع منطقه را به بهانه تجزیه به خاک و خون بکشد. اما ما هنوز تروی دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی را از یاد نبرده ایم که آن دو بزرگوار به خاطر صلح آشتی جانشان را در راه وطن به خطر انداختند تا به افکار عمومی نشان دهند که رژیم آزادی کش اسلامی در ایران به هیچ صراطی مستقیم نیست و حاکمان جبار تهران بحرانزا و بحرانزی هستند. ما آزادی خواهان ایران به همه مادران داغدیده اعدام‌های اخیر تسلیت گفته و بهترین‌ها را برایشان آرزو داریم. زنده باد آزادی، نابود باد استبداد به هر شکلش. جبهه آزادی خواهان ایران، حجت شمشیری. من جناب سربی یک اعلانیه بسیار مهم هستش در همین رابطه که بیانیه اعدام زندانیان در عرض می‌کنم که گوهردش هست که در بعضی از سایت ها درج شده اون و از جمله سایت هرانا و اون را هم از زبان اونها و بیان گویای اونها هستم. من در اینجا از تلویزیون شما، از بینندگان شما خواهش میکنم که فرا گوش بدن و این بیانیه رو انتشار بدیم که خیلی حائز اهمیته. بفرمایید. بیانیه اعدام زندانیان سیاسی رجای شهر کرج که نام این اعلامیه هست اعدام ها را متوقف کنید. قطع به یقین تاکنون در جریان انبوه اعدام ها و کشتار جمعی به خصوص در هفته های اخیر قرار گرفته ایم. با وجود این که ما از شمار دقیق اعدام ها مطلع نشده ایم و کلیه درها و پنجره ها بستن و امکان تلفن اساساً وجود ندارد، با این همه خبرها حکایت از شمار بالای اعدام ها دارد و فضای زندان به قدری امنیتی شده که احتمال تسریع این موج کشتار جمعی به سایر زندانیان هم چندان بعید نیست و در صورت عدم واکنش جدی آن سازمان و همه نهادهای بین المللی با شمار بسیار بیشتری از اعدام ها مواجه خواهیم بود، خصوصا این که بدون رعایت کمترین حقوق انسانی برای خانواده هایشان محکومان را به وحشیانه ترین شکل ممکن به پای چوبه دار بردن تا جایی که برخی مأموران اداری زندان هم وحشت کرده و خود را بی تقصیر اعلام می کنند. درست مانند و همزمان با سالگرد قتل‌های زندانیان در سال 1367. لذا ما زندانیان گوهردش ضمن این که خواستار رسیدگی فوری به این خطر جدی هستیم، جهت اصرار بر این خواسته و همدردی با دوستان دیگرمان که معترض این اعدام ها بودند، یعنی آقایان صالح کهندل، محمد علی منصوری و افشین بایمانی که به سلول انفرادی انتقال یافتند، روزهای پنجشنبه و جمعه را دست به اعتصاب قضا میزنیم و همه انسانهای آزاده را بیاری میطلبیم. در اینجا من پایان میدم اعلانیه رو جناب سوری و از شما و تلویزیون شما بسیار سپاسگزار هستم. من ممنونم. یکی از دوستان روی فیسبوک نوشته که این اعدامی‌های اخیر آزادی خواه بودن یا محیطبان بیگناه را کشتن، مخالف و مبارز با رژیم. البته میدونیم که رژیم وقتی
کسی رو میکشه، یه جوری بهش تهمت به اصطلاح قاچاقچی بودن و اینها رو میزنه و به همین دلیل هست که دیگه الان واقعا معلوم نیست. و شما قشنگ گفتید که همه درها و پنجره ها بسته و امکان تماس و امکان گرفتن خبرهای درست نیست. در صورت این دوستان روی فیسبوک دارن به اصطلاح می نویسن و شما میتونید از اون طریق باهاشون در تماس باشید. من صفحه فیسبوک جبهه آزادخواهان رو هم نشون دادم، دوستان میتونن با شما در تماس باشن. در این رابطه صحبتی دارید شما بفرمایید. من سپاسگزاری میکنم بازم از شما. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، رژیم نشون نمیده که هر کسی چه کار است، ولی اینها زندانیان سیاسی هستند. همونطور که عرض کردم، این در سایت های مثل سایت هرانا، من عین اون چیزی که در سایت هرانا داره انتشار داده میشه من هم برای شما خوندم و در واقع صدای بیان اون زندانیا شدم در این لحظه. بسیار ممنونم. شما در رابطه با اعتصاب غذا روز پنجشنبه و اینها گفتید. معمولا من شاهدم که در چند سال گذشته جبهه معمولا یه تظاهراتی میذاره توی میادین شهر، حتی قدیما میرفتن جلوی سفارت ایران. برنامه به اون صورت نیست و این به اصطلاح اعتصابات تک نفره و هر جا هست یا همه یه جا جمع میشه؟ نخیر، در واقع همه در یک جا جمع میشیم. میدان سرگستوریت هستش در سوئد و یا جلوی پارلمان ها، جای مهمی که شلوغ هست و بالاخره میتونیم اطلاع رسانی کنیم به مردم، این کار صورت میگیره. بسیار ممنونم. دوستان اگر در این رابطه اطلاعاتی لازم دارین حتما با دوستانمون در جبهه آزادی خواهان تماس بگیرید، آقای عیسی علیپور و آقای حجت شمشیری و دیگر دوستان هستند که به شما بگن. حتما شما گفتید، من متوجه نشدم در رابطه با این که توی محل خاصی هست. از این بابت ممنونم و خوشحالم که دوباره پرسیدم که شما دوباره توضیح بدید. خیلی ممنون. هر وقت که دوستان دیگه هم فراخوانی چیزی بود بگید، تماس بگیرن، ما اینجا هستیم. همونجوری که اسم تلویزیون رو گذاشتیم تلویزیون مردم، باید صدای مردم هم باشیم. مرسی، سپاسگزاری میکنم شما. بدرود. به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای حجت شمشیری بودیم از سوئد و اگر صحبتی دارید، بحثی دارید، با این دوستان در تماس باشید و اگر پرسشی هم دارید مطرح کنید. اینها معمولاً پاسخگو بوده و هستند. بله، آهان، ایشون میگه که وقتی که میگید سیاسی، عضو کدوم گروه و جبهه بودن؟ ببینید، متاسفانه ما یه چیزی رو از زمان شاه همینجوری با خودمون ارث و میراث بردیم که این کلمه سیاسی اولا یه بار منفی داشت. همه سعی میکردیم که بگیم آقا من سیاسی نیستم، ولی حقیقتا درست میگفتیم. ماها سیاسی نبودیم، ماها بلد نبودیم، ماها درس سیاست رو نخونده بودیم، ماها توی احزاب سیاسی وارد نشده بودیم. احزابی هم که بود 4 تا حزب فکستنی قلابی توسط خودشون و بعدم توی اون احزاب به اصطلاح حقوق و چی میگن رأی مردم اصلا مهم نبود. در هر صورت این رو داریم تمرین میکنیم. متاسفانه توی این 37 سالی هم که تمرین داریم میکنیم خیلی موفق نبودیم. اگر صحبتی بحثی داری داریوش عزیز، یه وقتی مهمان ما باش و صحبت کنیم. بذارید من همین اول برنامه بهتون یادآوری کنم که من فردا دارم میرم مسافرت به طرف رود آیلند، یه ایالت بسیار قشنگی هست بالای نیویورک و اینجاها، و تمام این خانواده کندی و پولدارا اونجا قصر داشتن. حالا قصرها همه شده جای مثل موزه، البته بعضی هاش با وجودی که هنوز هم شخصی هست پول میگیرن، مردم میرن داخل اینها، ولی این خرجا رو برای نگهداریش انجام میدن. حتی خیلی وقتا مراسم عروسی، مهمونی های جانانه و اینها داخل اونها میذارن، برقرار میکنن. اگه یه وقتی رفتید رود آیلند، به اصطلاح یادتون باشه حتما فکر کنم 16 تا قصر اونجا هست و میتونید برید ببینید. اینها هوای بسیار خوبی داره، مخصوصا در تابستون، چون زمستون خیلی سردی داره. و من فردا وقتی میرم، شاید توی تلویزیون مردم شما دیده باشید، ولی بعضی وقتا ماها
کم دقت هستیم، توجه نمی کنیم. بذارید من بهتون نشون بدم این سال هاست که الان این آگهی اینجا هست و این آگهی که اینجا می بینید، بذارید اینجا الان بالای سر بنده عوض میشه. این ببینید اگر تصویر ما رو از تلویزیون مردم شما میبینید، این آگهی این بالا میبینید، بالای سر من مثلا الان مال نیاک رو نشون میده، بعد الان مال آقای ماز جبرانی نشون میده که به وبسایتش وصل میشه و یکم دیگه هر 10 ثانیه ای این داره آگهی میده که شما صدای ما رو میتونید با تلفن هم بشنوید. اگه یه جایی هستید که تماشا کردن از فیسبوک و اینها دیتا مصرف میکنه و خرجتون زیاد میشه، شما میتونید با تلفن به اصطلاح گوش کنید برنامه رو. چون اینو نگاه کنید، اینجا هوکا یا جینیز، این جینی همون جن خودمونه. یادتونه توی داستان‌ها توی فیلم‌ها دیده بودیم که یک چیزی بود که مثل قوری بود و گم می‌شد، بعد از 2000 سال 3000 سال یه نفر پیداش می‌کرد، این رو تمیز که می‌کرد، بازش که می‌کرد، یه دونه جنی از داخلش می‌اومد بیرون. اینو اینجا میگش میگن جینی. اگه یادتون باشه یه فیلمی هم در این باره بود، یه آقایی که افسر نیروی هوایی بود یک از همین ظرفا رو پیدا کرده بود و این ظرف رو وقتی تمیز کرد یک خانمی از توش آمد بیرون. البته اون جینیه خیلی خوشگل و نازک و ظریف و اینها بود و فیلمای خوبی بود. در صورت برگردیم به این ماجرا، من فردا شب احتمالاً از ساعت 7 و 8 تا دیگه 1 و 2 بعد از نصف شب در این محل هستیم. حالا از اسمش هم وحشت نکنید، چون این روزا خیلی ها هلت کانشس شدن و تا میگی مثلا هوکا فکر میکنن الان اونجا قلیون هست، تا میری تو دود میخواد نمیدونم مثل جهنم خفت کنه و اینها. این دوستانی که اینجا رو باز کردن، خانم فری عزیز، همسرشون آقای لطفی، سالها اینجا رو باز کردن و پسرشون هم اونجا کار میکرد، اولین روزی که و اولین فکری که کردن این بود که محیط اونجا با وجودی که اسمش اصلا برای قلیون کشیدن و یا قلیان کشیدن هست، ولی دیگران رو اگه نمیخوان قلیون بکشن اذیت نکنه. به همین خاطر سیستمای جدید و هواکشای رو گذاشتن که اگر شما اهل دود و فوت نباشید وقتی میرید اونجا به اصطلاح اصلا اذیت نمیشید. بعد خیلی هم جالبه، تو همون قسمتی که هست چند تا به اصطلاح تو همون شاپینگ سنتر که یا خیابونی که هست میرید خودتون مشروب خودتون رو میخرید، میاین اینها خوراک سرو میکنن. اگه کسی اهل قلیون باشه قلیون هست، بذارید چند تا عکس و اینا رو هم با هم ببینیم. و من تا حالا دو بار اونجا بودم تو سالهای گذشته و آدم وقتی میره اونجا بالاخره بهش خوش میگذره. رفتیم به جای اون صفحه، رفتیم صفحه آقای لوید ایزنبرگ. خود منم گاهی وقتی اینها رو، بله این هست، آها آگهی شماره 6 هست و وقتی شما اسم جینیز هوکا لاونج اینو اینجا الان براتون این گوشه میبینید، یا بخواین بزرگتر بهتون نشون بدم که اگه میخواین عکسشو بگیرید به قول معروف میخوام یک کمی قاطی کردم، اینجاست. این روزا که توی کامپیوتر تلفنتون هم بگید از گوگل یا از سیری اینها بهتون نشون میده آدرس و محل و اینها رو. و جینیز هوکا لاونج، دوستانی که در کانتیکت هستید، نیویورک هستید، بوستون هستید، اگر دوست دارید میتونید، نمیدونم چقدر رانندگیه، بعضی ها یه ساعت نیم ساعت، بعضی ها 2 ساعت رانندگیه، میتونید تشریف بیارید اونجا و با هم اونجا شبی رو به اصطلاح خوش باشیم و یک محفل دوستانه داشته باشیم. اجازه بدید من این صفحه رو بزرگ کنم و با هم چند تا عکس رو ببینیم که این اونجا به چه صورت هست. خیلی جای قشنگ، حالت بزمی درست کردن
و میبینید که نوشته که Happy Friday to all، مثلا برنامه امروزشونه، دو ساعت قبل اعلام کردن. شماره تلفنشون هم اینجا هست، 410-619-3770 genieshookah.com. یا ببخشید من خوندم 410 اشتباهه، 410 مال بالتیمور، 401-401-619-3770 401-619-3770. نوشتم مثلا امشب attention only for tonight our belly dance، امشب رقص عربی دارن. بعد نوشتن که Friday to Saturday night at 10:30 to 11 و 11:30 to 12 $5 dance cover charge. بعد این BYOB میگن bring your own booze، به مشروب اینجا بوز هم میگن و میگن که به اصطلاح مشروب خودتون رو خودتون میتونید بیارید. البته میدونید شما رسم تو آمریکا وقتی شرابتون رو میبرید یه جایی یا آبجوتونی که میبرید، اونها یه چیزی دارن به نام کورک فی. کورک همون چوب پنبره. اینو میگن مثلا برای شراب $15، $10، $20، بستگی به جای مختلف داره. بعضی جا $80 هم هست. حالا دیگه اینا فکر نمی‌کنم اینقدر گرون باشه. در صورت اینها وقتی هم مهمونی میاد اونجا از مهمونه اجازه میگیرن، اگه مهمونه اجازه داد ازشون عکس میگیرن، عکس‌ها رو میذارن برای دیگران. و اینجا این آخرین عکسایی که من امروز صبح نگاه کردم این بود که دختر خانم‌ها و جوون و پسرها، آقا پسرای جوون و اینها میرن اونجا. البته خب فردا شب من و شما که میریم دیگه میشه دو جنریشن، اینا که همسن بچهای ما هستن و من و شما که احتمالاً بالای 50 یا 50 هستیم و اینها. خلاصه جای قشنگیه، به امید دیدارتون. اگر در رود آیلند در نیوپورت، نیوپورت فکر کنم هستش اونجا، بذارید من آدرسشونم اینجا نوشتم که فردا که میرم بزنم به جی پی اس. دیگه خودمون چیزی یاد نمیگیریم همه رو. بله نیوپورت. دلیلی که من گفتم نیوپورت نیوز، ما تو ویرجینیا نیوپورت نیوز داریم ولی اونها نیوپورت دارن. این هم این. و میبینید که این رقاصهای عربی هم که میان و لزوماً عرب هم نیستن، مجلس گرم کنن، بلدن چجوری به اصطلاح حضار رو شرکت بدن در اون رقص و شادی. یعنی میتونید بیاین رقص هم یاد بگیرید. این هم از جینیز هوکا فردا شب اونجا. و به همین دلیل مثلا شروعش که کردم برای این بود، من دوشنبه و به احتمال 50% چهارشنبه هم برنامه ندارم. با آقای یزدان خداوندلو تماس گرفتم، ایشون لطف کرد قبول کرد که اگر من چهارشنبه برنامه نداشتم جمعه هفته آینده با شما باشیم ساعت 3 بعد از ظهر. و آقای مینوی را هم سعی میکنم که تماس بگیرم، ایشون هم همیشه لطف کردن هر وقت ما کاری داشتیم قبول کردن. برنامه آقای مینوی را هم که چهارشنبه 5 بعد از ظهر هست، اون را هم سعی میکنیم که به 5 بعد از ظهر هفته آینده. حالا اگه دوشنبه یه وقت من رو ندیدید اینجا، فوری به پلیس زنگ نزنید که چه بلایی سر سربی آمده، کشتنش، از بین رفت. میگن بادنجون بد یا بادنجون بم آفت نداره. نمیدونم بم منظورشون اون شهر بمه که بیچاره اون زلزله همه چیز رو ریخت پایین. البته بعدتون نیاد بمیا، یه دفعه من با اتوبوس بودم وایسادم سر راه، می اومدن خورما می فروختید، خورمای بم. و زشترین کاری که شما امکان داره انجام بدید یا اون فروشنده انجام داد، یه سری خورمای مونده آورده بود توی بسته. خب آدم هم اطمینان میکنه میخره، بعد ما برای هر کی سوغات دادیم و اونم که مال خودمون بود مونده و خراب شده بود این خورماها. در هر صورت ماها خودمون یه اشکالای بزرگی داریم. حالا شاه بره شیخ بیاد، شیخ میره و میدونید حکومت ها رفتنی هستن، مردم باقی میمونن، حتی کشورها تغییر میکنن. همین امروز که با شما صحبت میکنم
یکی از مامورین سعودی گفته که آمریکا در فکر این هست که ایران رو 6 قسمت تجزیه کنه. یه دوستون میگه آقا نمیتونم. گفتم آقا شوروی تقسیم شد، چجوری شما با این محکمی؟ علی شیرازی دیگه دوستمون گفت آقا نمیشه. گفتم بابا never say never، اصلا اسم یه فیلم مال جیمز باند هم بود، هیچ وقت نگید هرگز همچین چیزی اتفاق نمیفته. در صورت امیدواریم که اتفاقی نیفته، ولی این برنامه هست. خب پس قرارمون شد فردا شب در جینیز هوکا لاونج این رود آیلند نیوپورت، آگهیش هم روی تلویزیون ما هست، میتونید اون شماره 6 که میاد هر 10 ثانیه نگاه کن. خب دوستمون نوشته که دست شما درد نکنه، گزارش نوه امیر کبیر را خوندم، نوشته بستگانش خارج هستند، میشه پیگیری کنی؟ با تشکر. چشم، من تلاش خودم رو میکنم، ولی بذارید با هم رو راست باشیم. امروز آقای خدابندلو خب مثلا ویدیوش توی قسمت فیسبوک بیش از 1400 نفر رفتن دیدن، حالا از اون هفته تا این هفته هر روزم داره تلویزیون مردم پخش میشه و اونجا شماره ای نداریم، کنتور نداره، نمراتور نداره، نمره بندازه. نمراتور این چیزایی بود که تو حماما بود، حمامای خصوصی، این مرد می اومد میکشید یه بندی رو همه صفر میشد، بعد مثلا اگر نمره شماره 1 لنگی میخواست، چایی میخواست، چیزی میخواست دیگه، ببخشید واجبی میخواست، چیزی میخواست میزد، نیاد لخت بیرون داد بزنه، اون آقای به اصطلاح دلاک یا خدمه حمام میره به اون گفتن نمراتور. ولی توی ایرانی ما وقتی میگفتیم کنتور برق، کانتره که میشماره، یعنی کانتر، اینجا بهش میگن میتر. و خیلی جالبه سیستم اینجا که متریک و اینها نیست، چرا اینها رو میگن میتر من نمیدونم. بعد نیست آدم هر روز یه چیزی یاد بگیره. برگردیم به این دوستمون آقای پتیک. پتیک کسی بود که اون سوالی رو که من برای شما دو بار پرسیدم، آیا کسی از فرزندان امیر کبیر یا نوه های امیر کبیر فراهانی خبر داره یا نه، پرسیده بود و امروز برای من نوشته بود که کاگو جون مثل این که خیلی سرت شلوغ فراموش کردی. گفتم نه گرفتمت. شما هم مثل آقا جمشید جسته و گریخته فیلم ها رو نگاه میکنی، برنامه ها رو نگاه میکنی، و من به جای یه بار دو بار گفتم، ولی امروز هم میگم کسی اگر از نوه یا بچه های امیر کبیر خبر داره برای ما ارسال کنه. و یکی از دوستان یه لینکی برای من فرستاده بود که اون رو در طی برنامه براتون میخونم، که گفته بود فقط یک بانوی مسنی که گویا 107 سال عمرشونه از این خانواده باقی مونده، و این دوستمون میگه که ایشون دنبال اون مقاله نوشته که نوه های امیر کبیر گفتن که بستگانشون خارج هستن. ببینید مثلا من خودم یه آقای فراهانی رو میشناسم که توی نیویورک هستن و اینا بعضی هاشون انقدر مقام به اصطلاح انسانیت خودشون بالاست که احتیاج ندارن هی بگن من مثلا پسر 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 فلانی هم، برعکس خانواده هایی که من پدرم شاه بوده، من عموم نمیدونم نوکر شاه بوده، من خالم یه شبی شاه نمیدونم، اینجوری نیستن اینا و به همین خاطر اینا میرن کنار. اتفاقا پایین همین پتیک اگه بری بخونی میبینی که خیلی ها گله کردن که ما ایرانی ها چقدر قد ناشناسیم. آقا حالا اگه میخواستیم قد شناس باشیم، ما باید امیر کبیری که نخست وزیر خوبی هم بوده با چه کارش کنیم؟ با چه کارش کنیم؟ من به عنوان یه ایرانی وظیفه ای ندارم. همه ما بله اینها چون مقام ملی ما بودن، رسمی دولتمون بودن، یه جایی باید آرشیوی باشه، بایگانی باشه، منزلی باشه، باغ فینی اگه هست اون رو نگهداری کنن، و الا من و شما وظیفه ای نداریم که هر روز تو سر هم بزنیم آو شما قد ناشناسی نمک ناشناسی. همین تو سر هم زدن بدبختمون کرده. ول کنی امیرکری چه خوب بوده چه بد بوده، الان مرده رفته. خوبیاشو من و شما میگیم، بدیاشو باهایا میگن، میگن بابا این چه آدم آزادی خواهی بوده، رهبر ما رو بسته به گلوله و اینا. باهایا هم از اون ور میگن گلوله اثر نکرد و ایشون زنده موند، از اون ور نمیدونم والا داستانا به دین که میرسه یه کمی
ترمز میزنه. همین که میگن بنیادگرا، اینا یعنی هنوز تو روزهای بنیادین و نخستین گیر کردن و جلو نیومده. خب براتون گفتم که امروز 5 آگست هست و 15 مرداد. براتون گفتم که فردا دارم میرم سفر و به احتمال زیاد، یعنی 100% دوشنبه برنامه ندارم، به احتمال 50% چهارشنبه برنامه ندارم، به احتمال 100% جمعه برنامه خواهم داشت، مگر اینکه اتفاق بیفته، پس اونم 100% نیست. اوکی. و اما باور کنید من پریشب بود به همسرم گفتم که خدا رو شکر مثل که یه هفته‌ای یا این تروریستا رفتن مرخصی یا خبری نیست فعلا. یه دفعه دیدیم دیروز یه دیوانه‌ای، واقعا این دیوانه بوده، کاری هم به تروریست و مسلم بودن اینها نداره، سر یه گویا با چاقو یه خانم 60 ساله‌ای رو، اینجا وقتی میگن نفت یعنی چاقو زده، ولی بعد نوشته بود سرش رو بریده، بعد نوشته بود چند نفر دیگر هم چاقو زده و اینها. و متاسفانه این در مرکز لندن هم اتفاق افتاده، خبرش رو دنبال میکنیم. و من امروز تصمیم گرفتم این پوشه ای رو که برای شماها نشون میدم و هی بعض وقتا میگم تموم نشد، سعی میکنم برم از پایین شروع کنم، حتی اگه سریع بخونیم بلکه تموم بشه یا یه سریش پاک بشه بره، میخوایم یه خونه تکونی حسابی انجام بدیم. در رابطه با دوشنبه و چهارشنبه، من چون لپتاپم با خودم هست و همراهم هست، اگه یه جایی بود هوای خوبی بود، توی پارکی بودیم، زیر یه درختی بودیم، حتی از همین نه حالا اگه بگم از جینیز هوکا برنامه پخش میکنیم، اولا ممکن اونا اجازه ندن ما مستقیم پخش کنیم، دوم شما بگین خب حالا که اون پخش میکنه، خودم هم دیگه قلیون تو کنه چاق میکنم میشینم اونا رو نگاه میکنم، خب ما تنبلیم، تنبلی پدرمونه در آورده. در هر صورت یه جایی باشه مناسب باشه شاید صحبتی هم داشته باشیم، یا شاید با خانم فری که محصولاتشون رو هم Never Age توی تلویزیون مردم تبلیغ میکردیم، شاید با ایشون هم یه برنامه بذاریم که یک به اصطلاح 10 دقیقه ربع ساعتی با شما باشه. من فکر کنم تنها بانوی ایرانی رو من دیدم که افتخار میکنه، با افتخار چند سال پیش میگفت 55 سالش هست، برای که هم از خودشون خوب نگهداری میکنن، هم محصولاتی رو که درست کردن خودشون استفاده میکنن، ماشاءالله خوب موندن و الان که دیگه 60 هم بالا هستن، ولی شاید درباره این محصولات و تولیداتشون یه برنامه چند دقیقه‌ای با ایشون داشته باشیم. جینیز، همون جن و پری یادتون باشه، جینیز هوکا لانج. و اما من اسم بذارید اولا این روز جمعه ای من یه عکسی رو به شما نشون بدم. این عکس رو به دقت نگاه کنید، میبینید یه راننده تاکسی هست، میبینید بغل تاکسیش هم وایساده این آقای الکس الکساندریان هست. سالها پیش بیننده برنامه‌های من بود و یادمه یه روزی برای من به اصطلاح زنگ زد تلفن، آدرس گرفت، بعد از مثلا یه هفته این نامه که میبینید منگنش کردم با عکسش آمد که برادر عزیز و خانواده محترم سربی، امیدوارم که حالا همگیتون خوب و سلامت و سرحال باشید. بعد نوشتن که سربی جان برنامه تیوی رو، برنامه تیوی قشنگ نگاه میکنم و مرتب نگاه میکنم، برادر عزیز 3 سیدی برات فرستادم از زندیات ویگن و اینجا خیلی جالبه، نوشته و یک عدد چک به مبلغ $150 برای برنامه‌ات میفرستم، عذر میخواهم که مبلغ ناقابلی است، امیدوارم که بزرگی خودت میبخشی. من وقتی این چک به دستم رسید اون موقعی بود که خب من الانم وضعم خوبه الحمدلله، احتیاج به کسی ندارم، ولی اون موقع وضعم خیلی بهتر. میگم من تنها کسی ام که با ماشین بنز نو $50,000 آمدم توی تلویزیون‌های ایرانی، الان ماشین کهنه آمریکایی $6,000 رانندگی میکنم. و به ایشون زنگ زدم چون پول چک بودم، نمیدونم چی برام فرستاد، چک فرستاد و گفتم که من احتیاج به پول ندارم و شما این نوشتید برای برنامه. ما اون موقعی بود که مثلا
تلویزیون ها فرش میفروختن، آگهی میگرفتن اینها، و گفتم که من احتیاج ندارم. ببینید ایشون نگفت خب چک و پاره کن بنداز دو، گفت به هر کسی که احتیاج داره این چک رو بده. دوستان نگاه کنید، از خودتون سوال کنید، این راننده تاکسی که احتمالاً توی گلندل چیز بوده، روزی چند در میاره که خالصش 150 دلار بفرسته برای یه تلویزیون؟ من نمیدونم، آدم خیلی احساساتی نیستم، اشکم در مشکم با حاضر باشه، ولی بعضی وقتا دوستان این کارهایی که انجام میدن اشک من رو در میاره. و نه یه بار، نه دو بار بهتون گفتم، این بعد از مدت ها من روز رفته بودم پایین یه دستگاهی رو پیدا کنم، این نامه رو پیدا کردم، دیدم چه آدم مرتبیه این سوربی، اکثرم منگنه کردم رو نامه گذاشتم. باور کنید من چندین پوشه که دیگه الان کارتون شده از همین نامه های محبت آمیز دارم. ناگفته نماند افراد احمق، ترسو، بزدلی هم هستن که با وجودی که همشهریم هستن ورمی دارن با خط تقلبی، با آدرس تقلبی پشت سر خانم حاله قایم میشن اینها. ولی خب دیگه میگن خار، گل و خار با هم میاد، و اگر گل خار نداشته باشه که یه چیز بیخودی میشه. در صورت ممنون و متشکرم از اونایی که خوبن، از خوبیهاشون ممنونم، اونایی که بدن بهشون میگم صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. امتحان کنید ببینید اگه خوب باشه، خوب باشید شاید زندگیتون هم بهتر بگذره. خب ببینیم که سعید تو مکزیک زنگ گرفتی خدا وکیلی؟ آها مدرسه ها تعطیله. میدونید که اینا که تو کار آموزش پرورش هستن تو مصاحبه‌های تلویزیونی میان بهشون میگن که بذار من این ویتامین سه، وقتی مسافرت میرین دوستان این ایربورن که پر ویتامین سه، چه تو مخصوصا تو هواپیما، من سعی میکنم با ماشین این ور و بر برم، خلاصه حتما استفاده کنید، یکیشو میندازید توی آب و الان یکیشو باز کنم اینجوری بندازم توی آبی که آوردن آماده بشه بخورم، یه دونه کپسول قرصه، واقعا هم قرص بزرگی، قد یه دوزاری یا پنگزاری است، قد یه کوارتره، بنزم توی آب اینجوری، بعد میخورید ویتامین سه، یا میگن خدا میدونه حالا چه مریضی ازش میگیرید. در صورت مصاحبه میکنیم با آقای سعید از کالیفرنیا که توی آموزش پرورش هست. خب آقای انتظار داری وقتی میگی بگی من آمدم که بچه ها رو به مثلا درس و اینها تشویق کنم فلان. خب آقای سعید شما بگید که دلیلی که رفتید تو آموزش پرورش چی بود؟ بعد اونا میگن که به سه دلیل، حالا شما خود آماده کردی دلیل اول چیه، دلیل دوم چیه، دلیل سوم. اون موقع تو ایران میگفتن به دلیل تیر و مرداد شهری، و اینجا هم آمریکایی ها میگن، حتی من از معلم های آمریکایی شنیدم که میگن سه ماه، ولی اینجا سه ماه تعطیل نیستن، دو ماه و چندی. خب سعید میگه که I do not have laptop but with my iPhone 6 I could go to Facebook and see your program. Direct link Mardon TV did not work when I put it in the show and old program, but with Facebook no problem. Break a leg. مرسی، ممنونم. این break a leg یه اصطلاحه، یعنی برنامه خوبی داشته باشه اینها. و بله این ماجرای فیسبوک رو من به این دلیل شروع کردم که خیلی از شما دوستان آیپدی شدید، آیفونی شدید و دیگه توی منزل نیستید که با کامپیوترهای پی سی و ویندو اینها کار کنید، و ما گفتیم خب بهترین کار اینه که به جایی که اون سیستم رو عوض کنیم اون باشه، ولی فیسبوک که خیلی هم راحت هست داشته باشید. فقط شما هم لطف کنید اگر امکان داره برای دوستانتون هم شیر کنید، اینم خیلی ساده است. ببینم خودم شیر کردم برای سوربی دوست خوبم، اینجا بهتون نشون میدم که چگونه شیر میکنید، بیارمتون روی صفحه فیسبوک مردم تیوی. والا ما اگر روزی 5 دقیقه وقتمون رو بذاریم، اولا خودمون یه چیزی یاد بگیریم، دوما بیایم به هموطنامون، به دوستامون، به بینندگانمون اون چیز رو یاد بدیم. به طرف گفتم آقا شما هنوز بلد نیستی یه عکسی اگر رسید به دستت سر و ته هست، چپ و راست هست، این رو بچرخونی، ولی میخوای تو سیاست دنیا جهان دخالت کنی، و برو آقا روزی یه چیزی یاد بگیر. 37 ساله، اگر
روزی یه چیزی یاد گرفته بودین، یه نفر من بگه 37 تا 365 تا میشه چند، چند تا هم 366 تا داری. ببینید اومدید توی تلویزیون مردم، بالاخره فیسبوک چیزی رو که من مدت ها نق میزدم درست کرد. یه عکس میذاشتی اینجا، یه عکس هم میذاشتی اینجا، این عکس میمد رو این. حالا برای حسابای بیزینس این عکس رو برده گذاشته این و مثل یک آدم نشون میده بابا این بیزینسه، این شخص هم پشت این بیزینسه. درست برعکس وبسایت های دیگه که میرن مای 10 دلار 20 دلار میدن خودشون رو قایم میکنن. دوستان اگر کسی نمیدونید پشت اون وبسایت کیه، از وبسایتشون دیدن نکنید. اگر کسی معلوم نیست، حتما اینا میخوان یا ویروس و کوفت زهرمار بفرستن به کامپیوتراتون یا اینفورمیشن از کامپیوتراتون بگیرن. ولی اینجا وقتی مردم تیوی مسئولش سربیه، تلویزیون مردم فیسبوک مسئولش سربیه، یک شخص شناخته شده است. از خودتون بپرسید اونی که میره پول میده حتی قایم میکنه، چرا اینجوریه؟ در صورت که پابلیک باید باشه. در هر صورت اینا بالاخره انجام دادن و رفتن اسم عکس ما رو گذاشتن اینجا. اگه شما فیسبوکتون هنوز اینجوری نیست، فیسبوک شما شخصیه، چون توی فیسبوک مال خود من اینجوریه، اونم لاغوت گذاشتن یه مدت دیگه. در صورت یکم که میان پایین برنامه من رو میبینید اینجا زنده که میگه 40 دقیقه پیش شروع شده، این پایین ترش میبینید کلمه شیر، یکم دیگه بیارم بالا بالا بالا، بله کلمه شیر یعنی سهیم شدن، تقسیم کردن. این بعد حالا دیگه بالاش مال شما ممکنه فقط یه آپشن داشته باشه، ما چون چند تا حساب و چند تا اکانته میگه کجا میخوای بذاریش، میگیم بابا روی صفحه خودمون. اینه که میزنم میبره روی صفحه سوربی. حالا بریم صفحه سوربی رو ببینیم اون چه شکلیه. همینجوری که میبینید این هنوز دوتا عکس رو هم دیگه است و احتمالاً به زودی اینم اینو میاره جدا و درست میکنی، عکس رو میذاری اینجا، بعد میبینی اومده شماره تلفن تو پوشونده، اومده این کار کرده. اونا هم مثل ما هستن، با وجودی که این بچه ها با کامپیوتر بزرگ شدن ولی اونها هم به همین مشکلات رو دارن. بله خوب شد که گذاشتم، تا الان یادم رفته بود. بله میبینید که الان چه تو صفحه فیسبوک شخصیم باشید، چه توی مردم تیوی باشید، اینو میایین و اینجا هم لایک چشمک میزنه قرمز. حالا اینو که میزنی، این آقا که خیلی هم گرمش بوده امروز شروع میکنه به صحبت کردن. خب فهمیدید حالا چرا تکرار میشه؟ برای که هی صدای خودش برمیگرده داخلش. اینم از این درس امروز. و آها برگردیم به این الکساندریان. اگر من آخرین باری که با ایشون تماس گرفتم رفته بود خانه سالمندان، حتی دیگه تلفن منزلش کار نمیکرد و بعد با تلفن سلفونش که تماس گرفتم خیلی هم خوشحال شد، گفت من تو خانه سالمندان هستم و اینها، و خیلی آدم مرتب و منظمی بود. همین عکس اگه نگاه کنید راننده تاکسی شما کمتر میبینید که اینجوری کفششو واکس زده باشه، نمیدونم لباس تمیز خوب مرتب، شلوار مشکی فلان. در هر صورت امیدواریم که باشه و سلامت باشه. اگرم رفته از پیش ما که روان شاد و یادش گرامی باد. و همینه که میگن مرده آن است که نامش به نکویی نبرد، ایشون نمرده. همون دوست ما گفت که آقا چجوریه که این نمیدونم شاه و نخست وزیرا و اینا هر کدومشون اینقدر بچه این برونور دارن، ولی اونایی که آدم درست حسابی هستن، ببخشید ایشون گفته بود چرا مثل سگ 7-8 تا توله دارن، ولی اونایی که سرشون به تنشون میارزه و کاری کردن معمولا یک یا دو تا از اونا هم خبری نیست. گفتم خب شما خودت جواب خودت رو دادید، ضمن اینکه من چون خیلی سگ دوست دارم و 4 تاش هم داریم، وقتی شما میگیم مثلا مثل سگ به من بر نمیخوره، ولی سگ حیوان خوبیه، همه حیوانا خوبه. خب خانم مستانه شرق میگه حیف که نمیتونم برنامه رو زنده نگاه کنم. خانم مستانه گرامی چرا نمیتونی زنده نگاه کنی؟ ما که داریم نشون میدیم، شما همین که روی فیسبوک هستید میتونید روی فیسبوک زنده نگاه کنید. اگر خودتون سر کار هستید و اینها، خب اون یه چیز دیگه ای. در صورت اینم از این ماجرا. آهان
روز چهارشنبه آقای یزدان خداوندلو گفته بودن که برنامه ها رو نمیتونن ببینن، بعد خودشون بلافاصله گفتن که خب آخه من قبل از برنامه خاموش میکنم. بعد یکی از دوستان میگفت که خب شما بهشون بگین که مزی که خاموشی نمیتونید ببینید. گفتم من بهشون گفتم به جای قبل از برنامه خودشون کامپیوتر خاموش کنن، 2 ساعت 3 ساعت صبح اون روز، ظهر اون روز خاموش روشن کنن که 9 شب آلمان چهارشنبه که میریم، این هفته که میاد جمعه حاضر باشن. و اما من در برنامه قبلی بذار ببینیم، هوشنگ شیرازی، این همون هوشنگ ترسو و تنبل نیست که شده ترسو و تنبل و چی که شد TNT، تنبل و نادان و ترسو TNT. در صورت هوشنگم نوشت برای من که اون بیده ای رو که گرفته بود رسیده به دستش. از این بیده ها هنوز 4 تای دیگه داریم، اگه کسی میخواد. گفتم اینا رو خودتون ممکنه $30 $40 $50 والا یه جایی $400 هم من دیدم بتونید بخرید، ولی تلویزیون مردم اگر خواستید حمایت کنید $100 پول پست داخل آمریکا رو ما میدیم، چون $15 پول پستش میشه. در هر صورت ممنونم هوشنگ TNT. آها، اون افسر سعودی گفت بود با تر آمریکا ایران به 6 کشور تجزیه می شود. و اما چند روز گذشته حتما شما هم ماجرای این $400 میلیون نقد با هواپیما رو که شنیدید. میگن این رو برای آزادی زندانیانی آمریکایی که توی ایران بودن رنسان چی میشه به ایرانی، به ایرانی باج میشه. مثلا یه نفر میره بچه یه کسی رو گروگان میگیره، میگه باید اینقدر پول بدی تا آزادش کنن. آمریکا، تو آمریکا میگن رنسان، تو ایران به این نمیشه. شادم باجخواهیه یه نوع نمیدونم در اصل این کلمه رو، اگه کسی میدونه برای من بگه. سر و صدای روزنامه ها بلند شد و گفتن و نوشتن که آقای اوباما، دولت آمریکا، شما که گفتید ما به تروریستا باج نمیدیم، رنسام نمیدیم، اگه این کارو شروع کنید اینها میبینن چه کاری از این بهتر. یه نفر رو میگیرن، آقای رضاییان، آقای سعید عابدینی، $400 میلیون میگیرن. اولا دوستان خیلی تون نرید، چون اگه تون بری ترمزم بزنی باز میزنی به در دیوان. سب کنید بابا جون، یواش برید. شما میگید که آمریکا به ایران باج داده در مقابل زندانیا. اولا در مقابل زندانیا که یه سری زندانی از اینجا آزاد کردن، اون آقایی که تلسکوپ و نمیدونم چی فروخته بود و 2-3 تا زندانی اینا دادن، 3-4 تا اونا دادن. ولی بیاین ببینید، من بارها گفتم شما بیا مهمون من باش، بگو که 2-2 تا میشه 22 تا. دلیلش هم این باشه که ریاضی بلد نیستی، 2-2 تا رو 2 دوباره بغلش می‌نویسی 2، بعدم میگی 22. به دوستاتم میگی آقا مگه این 22 نیست؟ اون بیچاره هم نمیدونن که صحبت چی بوده، میگن چرا آقا شما درست میگی. هی باورت قوی‌تر میشه که 2 تا 2 تا میشه 22، در صورتی که 2 تا 2 تا میشه 4 تا. من به شما میگم شما بیا به من بگو پیرو چه منطقی هستی، من بر اساس اون منطق باهات صحبت میکنم. اگه گفتی 2-2 تا میشه 22 تا، بهت 2 تا 2 دلاری 2 دلاری هست، 2 تا 2 دلاری میدم، میگم حالا 22 دلار به من بده، ولی 2 تا 10 دلاری بده 2 تا 1 دلاری که بشه 22 دلار. کم میاری عزیز من. ببین آقای فرهمند اگه اشتباه نکنم یک نوشته ای رو ضمناً، دوستان بذارید ببینم ایشون درست میگم اسمشون رو. این کار زشتیه که مثلا من می‌نویسم برنامه صحبی با مردم، شما چون 90 تا دوست داری حالا میای اینجا چون 8000 نفر مثلا بیشتر میبینن میای نوشته خودتو میذاری. اگه امروز من در رابطه با این صحبت میکنم شما میتونی نظرت رو بنویسی، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. ما اینو چند بار داره تو تلویزیون مردم گفتیم و درس دادیم. بعد اون آقای خانم یا آقای شمشک میندسه که شما منو یاد ملا نصرالدین میندازی. مثلی هست که میگن ملا نصرالدین هر وقت بیکار بوده یه سوزنی به بیزه خودش میزده، داد فریاد، دوباره تا خوب میشده راحت میشده دوباره سوزن میزنه. به نظر ایشون میاد که ما هر روز اینجا داریم سوزن میزنیم به بیزه خودمون، در صورتی که ایشون منطق مدیا رو یاد نگرفته.
مدیا یه عده‌ای که علاقه دارن عاشق این کارن میان، بعضی هاشون با حقوق و پولای خوب، بعضی هاشون هم مثل ما بدبختا پول از جیبونم میدیم، مرسدس بنز ام ال 4 تریلیمونو میذاریم، حالا نمیدونم ماشین آمریکایی جی ام 10 سال کهنه رو میبونیم. و این چیزی که شما میگی چه ربطی داره با اون موضوعی که من گذاشتم؟ موضوع برنامه قبل رو من گذاشتم که تفاوت پشکل بره با تپاله گاو چیست. خب آقای علی ترابی لطف کرد، علی ترابی اینا باغ داشتن تو شیراز، اینها وارد صحبت کرد که دوتاش یه چیزیه ولی نمیدونم این اینجوره اون اینجوره، و بعدم گفته بود حالا اگه صحبتای دیگه ای دارید از آخوندها بپرسید. آخه ما فقط زور میگیم دیگه، حالا آخوند به درسه چیکار اینجا داره، ولش کن. یه مقاله برای شما میخونم، من هنوز نمیدونم شما خانم شمشک هستید یا آقای شمشک هستید یا این یه اسم قلابیه، ببخشید من اینو میگم. من یه مدتی که این تلویزیون ها میگفتن حالا شما زنگ بزن یه اسم مستعار بگو، میگفتم آقا اسم مسترا برای چی میخوان؟ افتخار کنید زنگ بزنید خودتون رو معرفی کنید، بگید من الکس الکساندریان هستم، عکسم بفرستید، شماره تلفن خونه و شماره تلفن سلفونتون هم بذارید. چه کار دارم به شما؟ در هر صورت بریم دوباره شمشک. من امروز یه مقاله برای شما میخونم که شما بدونی خیلی چیزها رو نمیدونی، ولی این نمیخوام توهینم کنم چون میدونم بالاخره دوستمون این ناراحت میشین، این نادانی ما و این که فکر میکنیم همه چیز رو میدونیم و این که فکر میکنیم درباره همه چیز باید نظر بدیم، هم خودمون رو آزار میده همون. اولا شما شرف داشته باش، انسان باش، بگو برای من اونو نگاه کردی ویدیو رو که ببینی اینی که سوربی نوشته ربطش با این موضوع چیه. حالا هی موضوع تو موضوع تو موضوع میاد. این بالاترین، شما وقتی میری یه برنامه میذاری میگه اسمش چیه، میگم آقا اسم این برنامه سوربی با مردم، امروز هم 5 آگوست. مینسه خلاصه‌شو بگو. آقا دیگه ویدیو که خلاصه‌شو نمیگن، مگه شما سینما که میری نوشته مثلا فیلم مثلا جهنم در اقیانوس آرام، دیگه خلاصه‌شو می‌نویسن؟ شما میری سینما رو نگاه می‌کنی فیلمو میاد. ما ایرانی‌ها همه چون یه چی دیگه، تازه وقتی من می‌نویسم باز یکی دیگه میره ایراد می‌گیره، شکایت می‌کنه به بالاترین که آقا این سوربی اسم خودشو نوشته تو خلاصه. خب چی بنویسم؟ بیام 2 ساعت حرف زدم اونو تازه رو بشینم تایپ کنم تو خلاصه بنویسم؟ اروا عمت تو خیلی اهل خوندنی که حالا دیگه بیای 2 ساعت نوشته یه ویدیوی من رو بخونی؟ کارمون خرابه. بریم سراغ چیزایی که گفتم امروز براتون میخونم. 400 میلیون دلار نقدی که اینا فرستادن، دولت آمریکا میگه این یه قسمتی از اون پولی بوده که ما توافق کردیم بالاخره یه روزی باید شروع میکردیم این پولا رو بفرستیم، حالا این پوله اون قسمتش تصادفاً افتاده به این روز، یا شاید مثلا میخواستن دیگه همین هواپیمایی که میره این کارم انجام بده. حالا چرا دولت آمریکا پول نقد میخواد بفرسه؟ اونجا جای سوال شروع میشه. اوکی؟ ولی اگر شما میگی دولت آمریکا باج داده به تروریستا که اینا آزاد بشن، خب آقای رضاییان میره زیر سوال، آقای سعید عابدینی موش مرده این کشیشه میره زیر سوال که پس اینا حتما جاسوس بودن و این آخونده گروه پدرشون، ولی مثل که درست میگن، چون اگه جاسوس نبودن که آمریکا نمیره 400 میلیون دلار بده تا اینا آزاد بشن. نمیخونه. این اون دفعه آقای مصطفی زاده بود برای من نوشته بود سوربی به قول خودت نمیخونه، نمیخونه با هم، مچ نمیشه، مچ یعنی جفت نمیشه. این داستان شما یه جایش سوراخه، مثل ترش باله میمونه، مثل تراوش پیاله میمونه، مثل صافی میمونه، میزنی زیر آب بلندش میکنی، اگر خیلی زرنگ باشی بدوی با سرعت، بله یک کمی آب توش میمونه، یک کمی از این داستانه ممکنه حقیقت باشه، ولی اگه بخوای ورش داری بری مثل آدم را بری هیچی توش نمیمونه، چون همش دروغه و میره بیرون. اینم از این ماجرا. ارسال این پول بخشی از حل اختلافات مالی قدیمی بوده، این چیزی که دولت اوباما میگه. ضمناً آقای اوباما
امروز یا دیروز 55 سالش شده بهش تبریک میگیم. آقای اوباما خیلی تفاوتی با جورج بوش نداشت، با همه قولا و وعده و وعیدایی که داد دیدیم، شاهد بودیم 7 سال و نیم، داره بیش 8 سال تقریبا که اینها وقتی میان. مثال ساده بهتون بزنم، یه جایی پر ببخشید فضولات و تپاله و پشکله، شما هی میگی بو میده و دیگه از این ور میریم و از اون ور میریم و مردم میگن اوکی اینو انتخاب کنیم برامون، میخواد یه جاده بسازه، ولی شما میگی حالا که فعلا جاده رو نساختیم بیاین از تو همین رد بشیم. خب هم شما دیگه بو میگیری هم ما بو میگیریم. پس هیچ کاری نکرده این آقای اوباما با ادامه جنگ ها، با نبستن اون زندان اینا. حالا هم که خانم هیلری کلینتون یکی از افتخاراش اینه که میخواد ادامه به اصطلاح اوباما باشه، نمیدونم. من میگم یه روز میگم به خاطری که ترامپ نشه بریم به هیلری رای بدیم، بعد میبینم بابا هیلری دو تا از برنامه هاش اینه، یکی جنگ با ایرانه، یکی انگولک به روسیه. اولا این ترامپ بی سواد و بی عقل و کان آرتیست شیاد میگه من با روسیه میونه خوبی دارم، چرا جنگ کنیم، ناتو رو میخوام نمیدونم فلان کنم، چون ناتو اون کاری رو که قرار بوده انجام نداده. این هم از این ماجرا. در رابطه با دوشنبه و چهارشنبه آینده گفتم براتون، جمعه آینده همدیگر رو میبینیم. و اما این بریم سراغ این چیزا دیگه. حالا ببینم براتون چی گفتم. آقای حجت شمشیری رو آوردیم از سوئد، برای شما اون فراخوان رو خوندن، اگر صحبتی سوالی دارید برید اونجا. این تلویزیون فاکس که واقعا میشه بگیم ترش نیوز، خیلی وقتا اون برایان که از همشون نادانتره میگه که همه مسلمون ها تروریست نیستن، ولی همه تروریست ها مسلمون هن. و وقتی شما اینو بگی تو مغز مردم جا میفته، یه نفر باید بهش بگه احمق، اونی هم که تو میگی نیست، درسته که همه مسلمون ها تروریست نیستن، این درسته که حتی همه تروریست ها مسلمون نیستن. شما برید بزنید توی آمریکا ببینید، تایپ کنید گوگل کنید سرچ کنید ببینید توی همین خود آمریکا چند تا مسیحی، چند تا سفید پوست، چند تا آمریکایی. این دیروزی مثل که نروژی بوده توی انگلستان، هر کسی در این باره بیشتر میدونه برای من بنویسه ببینم که چی داریم. بریم سراغ این برنامه لایو، و این بار قرار شده که از آخرین همونجوری که گفتم براتون بخونم. یکیش اینه که دیدید این روزا از موقع درود ورود رسم شده که به بعضی ها میگم آقا ما 40 سال پیش میگفتیم درود، حالا شما اگر از زور آخوند به زور میگید درود، آخرش هم میگید سلام داداشته برسون دیگه بماند. اگر افتودی ارتش هم کلمه درود استفاده میکردی توی صبحگاه، هم وقتی هم رژه میرفتی اون سرهنگه اون تیمساره وقتی میگفت که مثلا گروهان خیلی خوب، شما میگفتی سپاس سرکار، سپاس تیمسار، هرچی. و اما این سپاس چه معنی داره؟ سپاس، آیا معنی کلمه سپاس را میدانید؟ سپاس کلمه ایست ایرانی و یادگار زرتشت که همواره میگفت سه چیز را پاس دارید یا پاس بدارید: پندار نیک پاس یک، گفتار نیک پاس دو، کردار نیک پاس سه. که این کردار نیک هم عوض کردن، مثل که نمیدونم پندار نیک رو عوض کردن، یه چیزی عوض کردن. پاس یعنی پاس داشتن و پاسداری کردن از سه نیک، و ایرانیان با گفتن سپاس به همدیگر یادآوری می‌کردند که این سه مورد مهم است و رعایت کنید، اگر مایلید به دیگران هم منتقل کنید. چشم کرد. خب حالا ببینیم که بله، نوشته که تصاویر و جزئیاتی شگفت انگیز از زندگی عامل جنایت نیس فرانسه. این همون راننده‌ای که توی فرانسه الان هم با ویدیو یه چیزی ساختن که ماشینه میاد، اتفاقا من یادمه پارسال رفته بودم همین نیس هم رفتم پارس اونجا، قشنگ یه جاییشه که فقط مال مردم کنار چیز را میرن، این از تو خیابون آمده اینجوری و میزنه اینا رو قلقم میکنه، مثل که 80 و خورده 100 نفر رو کشته و خیلی ها رو زخمی کرده. ولی این که میگه تصاویر و جزئیاتی شگفت انگیز، بابا اینا که ما همش میگیم یه آدمای به اصطلاح
یه آدمایی هستند که زندگی خوبی نداشتن، بچگیشون اشکال داشته، باهاشون بدرفتاری شده. من یه فیلم میدیدم، یک آقای، اتفاقا این خانم حاله توی برنامه میگه که توی ایران، اول انقلاب، یه آقای خوشصورتی رو اعدام کردن، گفتن این تجاوز کرده. آخه کسی که به این خوشصورتیه که تجاوز نمیکنه؟ خواستم بگم بابا شما نگاه کن، پسره خود پلیسه بهش میگه که تو که نامزد داری، نامزدت هم حامله است 7 ماهه، قیافه خوب، هیکل خوب، چرا رفتی قبلا به 2 نفر تجاوز کردی، حالا هم 2 نفر رو کشتی، جنازه هاشون هم چیز کردی؟ ببینید پسره چی میگه. وقتی میگم این تیمور لنگ که میگه مامانش براش جاب پیدا کرد، چرا اینجوریه و اصلا ناراحتی داره تو زندگیش، خدا بیامرز شهبازی، من میگم مواظب این مادر فلان شده باش، این کسیه که تا اینجا تم بکنی عسل بکنی دهنش گاز میگیره. این آقایی که 2 نفر رو تجاوز کرده و کشته و جسداشون رو چیز کرده، میگفت که این از موقعی که مادرش، این موقعی که 5 ساله بوده، مادرش از باباش جدا شده و این شاهد بوده که مادرش با مردای زیادی رابطه داشته، اینا رو میآورده خونه و این به اصطلاح از رفتار زشت مادرش ناراحت بوده و از تمام زنهای دنیا متنفر شده و به وسیله تجاوز کردن به اینها و کشتنشون تنفر خودش رو کم میکنه. حالا خانم حاله که تا پریروز با همایون لخت میخوابید، با آقای میری لخت فیلم بازی میکرد، شده رهایی زنان ایران. خانم حاله میاد میگه کسی که به این خوشگلیه که تجاوز چی نمیشه، بیچاره من و شما که اینا توی برنامه ها به اصطلاح باید به حرفاشون گوش بدیم. خب ببینیم که این یکی چی بوده. اینو سینما ژورنال، بعضی هاش خبرهایی بوده که پرسش رسانه اصولگرا از مدیران صنفی دولتی چرا بودجه های میلیاردی، آهان این در رابطه با کیا رستمی که مرد، اینایی که منتظر میکروفون بودن که صحبت کنن، مثل اون آقای داریوش مرجویی اگه اشتباه نکنم. این پرسش خوبیه، رسانه اصولگرا از مدیران صنفی دولتی سینما میگه که چرا، میپرسه چرا بودجه میلیاردی برگزاری جشن و جشنواره ها صرف راه اندازی یک بیمارستان تخصصی برای سینماگران نمیشود. آره دیگه، با این پولاتون برید یه بیمارستان درست کنید برای خودتون، هر روزم دکتر وقت داشت، چی داشت؟ 4 نفر فقیر و بیچاره و بدبخت چیز کنی. شماها که همتون یه لنگتون ایرانه، یه لنگتون آمریکاست، یه لنگتون اروپاست. یادم خانم تأمینه میلانی آمد بود اینجا، بعد خانم خیلی از اینا میان میرن، اصلا والا آدم فکر میکنه که ما کاش ما ایران مونده بودیم، اینجوری میمدیم میرفتیم، بعد میبینی آقا ما که پول اینقدی نداشتیم. خلاصه زندگی بودا، اینو یه دفعه براتون گفتم، خیلی از ایرانی ها بدونی که یک کسی رو بشناسن، دربارش خونده باشن، هی سعی میکنن این رو تبلیغ کنن برای دیگران. مثلا نمونهش این دوست ما آقای علی ترابی، خب دوست داشته رفته مسیحی شده، هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی شروع میکنه تبلیغ برای دیگران، من ازش پرسیدم مایلی بیای تو برنامه من تبلیغ کنی که من 2-3 تا سوال کوچولو ازت بکنم؟ گفت آره میام، خانم فلانی هم میاد. یکم رفتن نگاه کردن برنامه من رو، دیدن که آقا اگه اومدی اینجا صندلی گرمه. اون خانمه که اصلا دیگه جواب نداد، علی هم گفت تلفنم خرابه فلانه، علی دروغ نمیگه، و رفتم. یه دوستی برای من نوشته بود بودا اینجور اونجور، گفتم آقا این آقای بودار، بودای عزیز، شما میدونی اصلا چرا رفت پیغمبر شد، فیلسوف شد؟ برای که اینشون نمیتونست مشکلات زندگی خودش رو حل کنه، تازه مشکلی هم نداشت، بچه یه شاهزاده پولداری ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بچه که گیرش میاد این نگران میشه که اگه این بچه مریض شد چی میشه، اگه مرد چی میشه. خب حالا که نشده بیچاره وایس زندگی کن، بلند میشه میره تو صحرا، میشینه زیر یه درختی و یه دینی رو راه میندازه به نام بودا، که امروز من و شما باید بریم یه عودی رو آتیش بزنیم بوی خوب کنه، بشینیم اینجوری کنیم و توی لحظه زندگی کنیم که ما بودایی هستیم. آقا اون بودا
که اصلا اگه اینجوری فکر کنی زندگی نه کسی ماشین میساخت نه کسی ساختمون میساخت، همه یه پارچه مینداختن دورشون، تازه الان کسی هم پیدا میشد پارچه برای شما بسازه. این زندگی بودایی به جایی نمیرسه. میبینین که این مانکا هم هر حکومتی میاد تو سرشون میزنه، از تبت گرفته تا بعد نمیدونم بشه میانمار نمیدونم چی، هیچ وقت به هیچ جایی نمیرسن. ولی این دوست ما چنان با آب و تاب ازش تعریف کرد، میگم آقا شما بودا و بوداییسم رو میشناسی؟ میگه نه. میگم آقا نکنید، خب پخش نکنید. خب اینو قبلا در مورد صحبت کردم، حتی به عنوان تاپیک برنامه قرار دادم، آیا زندانی شدن آقای دکتر از زعیم و آقای نمیدونم امیر انتظام سودی برای من و شما داشته؟ چی شده؟ حساب بانکیمون 10 دلار داشتیم، یه دفعه جایزه گرفتیم شده 20 دلار. جنبش اپوزیسیون از حالت قمپوزیسیونی که تابستون رفته مرخصی در اومده فعال شده، چی شده؟ یکتون بیان برای من نادان توضیح بدید. آقای آریانپور هم سوال کرده، نوشته سوال من از جناب عالی اینه، آیا زندانی شدن آقای زعیم چیزی است که شما و بعضی از دوستانتان به دنبال آن بودید؟ حال که به نتیجه مورد نظر خود دست یافته، آیا مشکل شما و کشور ایران برطرف خواهد شد؟ خب ایشون هم نویسنده بهتریه، هم در بیان صحبتش به اصطلاح قدرت بیشتری. داستان ملا و پسرش رو براتون گفتم و فیلمش هم نشون دادم و پخش کردم. بس، ممنونم از اون دوستمون. و اما داعش برای اعلام سقوط خلافت خود آماده می شود. آقای اوباما مثل من، اونم داره میره تعطیلات تابستونه. حالا تعطیلات تابستونه اون کجا، تعطیلات تابستونه چهار روزه من با ماشین کجا. قبل از رفتن به تعطیلات درست مثل پادشاه ایران میاد گزارش میده به مردم که من این کارا رو کردم، این کارا رو کردم و فعلا چهار روز میخوام برم. ما اصلا خبر نداشتیم، یه دم عکس میفرستادن پادشاه از جنوب فرانسه، پادشاه از سوئیس، انگار این که ما نداشتیم یه جایی به اون قشنگی و به اون خوبی. اگه نداشتیم چرا میگید ایران فلان بود؟ اگه داشتیم چرا اینا میرفتن اونجا؟ کارتون خرابه. گفتم بیاین بگین داشتید یا نداشتید. اگه بگید داشتید یقتون رو میگیرم، میگم پس چرا رفتید اونجا. اگه بگین نداشتیم، میگم خب پس اگه نداشتیم چرا پوز میدین، چوسی میان. در صورت آقای اوباما هم همینو دیروز گفت که داعش از توی شهرها داره جمع میشه و میره و به زودی قصه چی میگن فاتحش خونده است. ممنونم از دوستان عزیزمون کامران عزیز، خانم دکتر جیلانی و آقای محمد که اونها هم روی فیسبوک هستن. لطف کنید برای دوستان خودتون هم شیر کنید، میتونید زیر همین ویدیو اون رو شیر کنید ببینید نظر اونها چیه. و اما در رابطه با بودا، این دوستمون آقای علی شیرازی نوشته هیچ کس جز خود ما مسئول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست. بودا، با همه احترامی که به هر کسی میذارم، بودا غلط کرده همچین چیزی رو گفته. اون بند خدایی که توی یک دهی تو کردستان دنیا میاد، این موجب بدبختیاش خودشه؟ اون بند به خدایی که تو کردستان نه مدرسه ای هست نه چیزی، میره کولبری میگن چی میگن بهشون، اون مسئولش خودشه؟ این حرفا چیه؟ همین نوشته بود که من رو براشفت و گفتم آقا شما بودا رو میدونید کیه؟ خب پتیکم راجع به یک ایرانی که به اصطلاح کمربند ایمنی رو اختراع کرده بوده سالها پیش، این رو من خوندم ولی بازم براتون میخونم، چون تو کار تلویزیون شما نمیتونی این رو بگی. اتفاقا دیدم آقای فرزاد شبستری هی مردم رو رجوع میده به برنامه‌های قبلی و میگه من تو این برنامه‌ها گفتم برید ببینید، حالا برای که تکرار نکنم نمیگم. خب برای که چیز باشه یه کوتاهی بگو که دیگه مردم ها نخوان برن دنبالش بگردن. ایشون نوشته که روحش شاد با، هرچه دردی را از ما دوا نمی‌کند، خاک بر سر اکثر سرمایه‌داران ما. 50 سال پیش در اهواز پسرکی دوچرخه ابداع کرد که در رودخانه کارون حرکت میکرد، حال او کجاست؟ 1 سال پیش در تلویزیون مردم پسر 8 ساله از ایران نشان داده شد که جرثقیل و کامیون خاکبرداری ساخته بود و با آب کار میکرد و جمهوری اسلامی با او مصاحبه کرده بود، حال کجاست؟ ما کی آدم میشیم؟ خمینی با آن حماقتش میگفت
آدم باید آدم باشه. خب این چون گفتم راجع به کمربند ایمنی و سیفتی و اینها، این پایینش این هست. 26 تیر ماه سال روز درگذشت نابغه گمنام ایرانی غلامرضا اسکندریان است. جالب، ما امروز از الکساندریان صحبت کردیم، حالا اسکندریان هم آمد. مخترع کمربند ایمنی اتومبیل. 60 سال پیش غلامرضا اسکندریان، جوانی از اهل اهالی اندیمش، ماشاءالله اون اهواز این اندیمش، کمربندی برای اتومبیل اختراع کرد و آن را به رئیس وقت کارخانه ایران ناسیونال ارائه داد. طرح او مورد قبول قرار نگرفت. اسکندریان به دنبال تحصیل در رشته الکترونیک راهی رومانی شد و نخستین مهندس مکانیک و الکترونیک ایران لقب گرفت. سپس به ایتالیا رفت و طرح خود را به استپان فیات، این ماشین فیات صاحب اصلیش هرکی یا استپان فیات بوده، رئیس کارخانه فیات ارائه کرد و فیات طرح او را به مبلغ 3000 لیره از وی خرید و نخستین بار کمربند ایمنی اتومبیل بر روی خودرو فیات نصب شد. طرحی که بعدها در تمام کارخانه های اتومبیل سازی جهان مورد استفاده قرار گرفت و الزامی شد و جان میلیون ها نفر را نجات داد. اسکندریان از طرح خود تنها 3000 لیر به دست آورد و تمام آن را صرف مخارج تحقیق برای نوعی لاستیک خاص جهت اتومبیل کرد. این گونه بود که لاستیک تیوبلس، لاستیکایی که تیوب نداره، الان دیگه بیشتر لاستیکا تیوب نداره، لاستیک تیوبلس زاده شد، درست شد. در ابتدا هیچ سرمایه گذاری حاضر به اجرای طرح او نبود. مکسیم فورد، رئیس کارخانه فورد، طرح وی را احمقانه و موجب آتش گرفتن خودرو نامید. اسکندریان سرخورده و تهی‌دست به رومانی و مجدداً به ایران بازگشت. محمود خیامی، رئیس کارخانه هیلمن خط فاصله پیکان، طرح وی را پسندید و با کمک یک شرکت فرانسوی چند نمونه لاستیک تیوبلس تولید کرد. قرارداد اسکندریان و خیامی مشروط به بازدهی طرحی بود و چون نمونه اولی لاستیک تیوبلس خوب از آب در نیامد، طرح شکست خورد و خیامی از اسکندریان شکایت کرد. اینم خیلی جالب. و 3 ماه به جرم کلاهبرداری راهی زندان شد. باز اون خارجی ها اقلا گفتن طرحت به درد نمیخوره، ایرانیه آقای خیامی ایشون رو زندان هم انداخت. پس از آزادی از زندان راهی فرانسه و از اونجا سوئد شد و طرح خود را به مبلغ 700 کرون به میرچا ولوو، رئیس کارخانه ولوو، فروخت. ولوو طرح را مناسب یافت و بر روی تمام اتومبیل‌های شرکت خود استفاده کرد و در سال اول 640 هزار کرون سود خالص به دست آورد و از آن پس لاستیک تیوبلس اتومبیل در سراسر اروپا بر روی خودروهای معتبر استفاده شد. در دفتر مرکزی ولوو واقع در استکهلم تنها عکس موجود از غلامرضا اسکندریان، نابغه جوان گمنام ایرانی، بر روی دیوار در کنار میرچا ولوو نصب شده است. غلامرضا اسکندریان عاشق اتومبیل بود و بیش از 35 اختراع مختلف برای اتومبیل انجام داد، در حالی که در تمام عمرش هرگز نتوانست خودرو خریداری کند. او به ایران بازگشت و در فقر و گمنامی به استخدام اداره دارایی خرم‌آباد درآمد و سرانجام در سال 1361 در راه خرم‌آباد به پلوختر در تنگه ملاوی با تصادف خودروی حامل او و همراهانش با درخت جان خود را از دست داد و در خرم آباد و در دامنه کوه 80 پهلو بالای خیابان جلال آل احمد به خاک سپرده شد. علت مرگ وی در روزنامه اطلاعات سه‌شنبه 5 فروردین 1361 نبستن کمربند ایمنی اعلام شد. با این تیتر غلامرضا اسکندریان، نابغه ایرانی و مخترع کمربند ایمنی، در تصادف اتومبیل کشته شد. تنها فرزند او آریا اسکندریان هم اکنون رئیس بخش خاورمیانه کمپانی فیات در ایتالیاست. یادش گرامی. ممنونم از پتیک که این رو برای من فرستاده بود و همین جوری توی این بایگانی ما مونده بود. و اما ماجرای ترکیه، زیر سر کی بود این کودتا، چی شد، چجوری یه دفعه هزاران نفر رو گرفتن و هزاران نفر رو زندان و هزاران نفر رو نمیدونم هنوز دنبال کارشون هستن. میگه که
براتونم گفتم قبلا، ولی بازم نشون میدم چون این دفعه دیگه دارم اینا رو پاک میکنم. بله، میگه که alleged coup leader was once attaché, military attaché to Israel. این کلمه attaché همون وابسته است، attached، وابسته است که فرانسویش اینجوری میگه، مینویسه آقای دکتر عقیلی پور هم به خوبی بر این به اصطلاح توضیح دادن، چون خود ایشون در فرانسه بودن و به اصطلاح اینها رو میدونن. میگه که شان پا I didn't believe you read this about this Iskandarian guy. Please see this US patent year 1885 on the safety belt. ممنونم، خوب شد شما اینو گفتید. احتمالا این خبرم دوستان ایرانی یه جوری دارن کردیت و اعتبارش میخوان به خودمون بچسبونن، چون یه خانم ایرانی هست، یه خانم فرانسوی هست توی تلویزیون، اصلا اسمش چیزی دیگه است، فامیلش چیزی دیگه است. این ایرانی های عقب افتاده آمدن میگن این خانم نمیدونم میترا فلانی، نمیدونم بزرگترین و بهترین و خوشگلترین و زیباترین گوینده رادیوها و تلویزیونها فرانسه است و تا حالا صدها وکیل و شیخ عربستان و اینها ازش خواستن ازدواج، گفته نه 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 من با هیچ که ازدواج نمیکنم، فقط میخوام با یک کسی که خون آریایی داشته باشه ازدواج کنم. همم زیرش نوشتن درود بر شرفش، این میخواد بچهش آریایی باشه. گفتم ای خاک تو سرتون که تو قرن 21م شما هنوز انسان نشدید، آدم نشدید. شان حتما اینم یکی از همون چیزاییه که دوباره یا آدم بیکار احمقی ممکنه نشسته این چیزها رو چسبونده و لقب دادن به این. چون روی فیسبوک هست بذارید ببینم من میتونم اینجا این لینک رو پیدا کنم. ممنونم. حالا دیگه نمیدونم فیسبوک مردم تیوی هستی کجا هستی که اینو نوشتی، من پیدا کنم. تا هستی نقد نقد همین الان بزنم. بله ببینم شان پا، خب بله flag هون یا abstract فلان، این هم نوشته description CDR. بله safety belt، آقا safety belt پتیک عزیز این میره به سالای 1885 forming part of leather افتند یه جایشم فرانسوی یا لاتینه نمیدونم در صورت. بله ممنونم، اینو من برای دوستمون میفرستم. ولی چه باید کرد با این دروغا که میاد؟ خود من به دوستانمون میگم آقا پخش نکنید نگید، بعد خود منم یه دفعه تو همین دام میفتم. بله هوشنگ شیرازی عزیز نوشته که صدا و تصویر توی جنوب کالیفرنیا خوبه. داریوش هم دعوت ما رو قبول کرده، گفته حتما میاد یه روزی. خانم مستانه هم همون که گفتم نوشتن که حیف که نمیتونم برنامه رو زنده نگاه کنم، حتما یا سر کار هستن یا نمیدونم. در اصل من به من توضیح بیشتری بدید که چرا نمیتونید. آها این باز دوباره چقدر خوب شد شان که اونو گفتی، بیا من باز از این مزخرفاتم برات نشون بدم که این روزا تا دلت میخواد توی فیسبوک از این آشغالا پره. نمیدونم زنبور رو مینویسن، بعد میگه که آقا زنبور هم ملکه داره، اون وقت ما نباید ملکه داشته باشیم. میگم احمق برو بخون ببین ملکه زنبور کارش چیه، همه سوارش میشن. شما میخوای یه ملکه داشته باشی که همه سوارش بشن؟ البته خب ملکه های ما هم ماشالله بعد کم سواری نداره. از عقاب پرسیدن آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟ عقاب لبخند زد و گفت من انسان نیستم که با کمی به بالا رفتن تکبر کنم، من در اوج بلندی نگاهم همیشه به پایین است. خب دوستان من و شما بعد از اینکه اینو خوندیم باید چی فکر کنیم؟ که ما دیگه از امروز تکبر رو میذاریم کنار؟ من جالبه، من میخوام خنده عقاب رو هم ببینم. البته خنده سگها رو شما میتونید ببینید، قشنگ سگ وقتی میخنده دهانش رو باز میکنه زبونش رو بیرون میاره و میتونید ببینید. یه آقایی بود به نام علی دیانی، این یه مدتی بود گم و گور شده بود پیداش نبود. این هم نجاری امروز بنده. این پتیک همه کاره هست، کار سیما. دوستان ارمنیا نمیدونم چرا، کسی میدونه چرا ارمنیا
تو کارهای هنری فنی همیشه جلو بودن. من خودم بهتون میگم، من تابستونا کمک پدرم میکردم و از شیراز کامیون ماشینا رو میبردیم تهران، اونجا تعمیر میکرد. سراح آذری، زاون و وازگن و گارنی، زاون و وازگن و گارنی، یه همچین تعمیرگاهی بود، یه گاراژ کثیفی هم بود، ولی خب دیگه برای اون موقع تمیزتر از گاراژ دیگه بود. و بابا میگفت که اینا با وجودی که ارمنیان، یعنی هم دین ما نیستن، بابا من خیلی تمام عمرش نماز نخونده بود، همیشه هم است باید یه عرقی میخورد. در اصل چرا ارمنیا اینجوری هست؟ اون روز آقای یزدان خداوندلو یه حرفی رو زد، ممکنه من و شما دقت نکرده باشیم. حسن فیسبوک اینه که اینا هست، میتونید برگردید نگاه کنید. آقای یزدان خداوندلو گفت جایی که سرد هست، مردم حتی از دست سرما هم که میخوان فرار کنن، مجبور میشن یه جنب و جوشی داشته باشن، یه کاری انجام بدن. و این کارا وقتی انجام میدن منجر میشه به یه اختراعی، به یه صنعتی، به ساختن یه جایی، تمیز کردن یه جایی. برعکسش جاهای گرم، طرف میگه حالا که گرمه من بلند شام برم تو آفتاب میخوابم، بعدم که بلند میشه، حالا که یکم هوا خوب شده، میگه حالا تو هوا خوب بذار بخورم و بخوابم و نظافت مثلا با حمام برم فلان. نه، یعنی تو جاهای گرم معمولا هیچ چیزی پیشرفت نمیکنه. اگر مثلا تو سالهای جدید میبینی پیشرفت کرده، اونم به خاطر اینی که تبدیلش میکنن یه جوری به هوای سرد، کولر میذارن، یک سایبونی درست میکنن، نمیدونم درختی میکنن. اینم از این گرفتیم. آقای پتیک ممنونم از شما. و اما ببینیم این آقای دیانی یه جورایی به اصطلاح نمیدونم، امیدوارم الان بهتر شده باشه، شماره تلفنش هم داده، my number is so and so. امپراتوری انگلیس، ما دوست دشمن نداریم، منافع داریم. دانگ شیاپینگ، مهم این نیست که گربه سفید است یا سیاه، مهم است این است که بتواند موش بگیره. آقای دیانی یه داداشی داره، اون دیگه خیلی، اون مثلا افتخارش اینه که ایشون دلا میشده، شاه به جای چهارپایه پا میذاشته روی این سوار اسب میشه. ای خاک بر سر، که یه روزی باید به شاه بگی آقا مگه من چهارپایه هستم؟ خب مرد حساب وایس، من برای دارم یه صندلی بیارم پاتو بذار روی این، بعد تو که اینقدر پوز میدی پاتو بیار بالا بکن توی این رکاب بپر بره، یا اون بالا بگی. خیلی کارمون خرابه، نگذارید من دهنم باز بشه. از هر جایی که میریم، خب علی دیانی، هیستوریکال ریمارک، آری وقتی که پارامترهای مورد نیاز آینده میترسند، پایه‌های آینده نیز خواه و ناخواه میلرزند. همش از بیکاریه، همه نشستن شعر میگن. ای کاش این شعر گفتن و شعر نوشتن و خوندن و اینها یک 6 ماه تا یک سالی تعطیل بشه، یک کار زندگی اینا پیدا کنه. خب دکتره از یارو میپرسه کسی در خانواده شما از بیماری روانی رنج میبره؟ طرف میگه نه به خدا، همه خیلی هم خوشحالن. یعنی این ماجرای خانواده ایرانی ما، خانواده بزرگی ما ایرانی. خب تقدیم به شما که ظاهر و باطنتان یکیست، یک شاخ رز برای عشق بیقید و شرط، یکی برای ثروت و دارایی. ممنونم، اینم عکسای قشنگه، پاکش کنیم بره. دوباره برگشتیم همون قدیمیه که آقای مهندس زعیم دستگیر شد، دوباره برگشتیم به اون خبری که مغز متفکر کودتای ترکی وابسته نظامی اسرائیل بوده. و یه پیامی هست، ببینم این پیام، شاید آقای چیز باشه، محسن نادری نژاد. درود بر آقای. بله، با ایشون تماس گرفتم، قرار شده دیویدی هاشون رو پست کنن. و اما حراس جمهوری اسلامی از رشد مبارزات کارگران، دوستان کارگر، آقای سیامک ستوده، آقای دیگران، آقای دکتر سعید صالحی پور بود، صالحی نیا بود، تو رو خدا کج بشینید ولی مثل من راست بگید، کدوم مبارزات کارگری؟ آقای منصور اوسانلو بنده خدا گول همین نوشته ها رو خورد، مبارزه کارگری کرد. ببینید چه به سرش آوردن، زبونشون بریدن و
حالا هم در به در آمریکا، حالا سر 50 سالگی باید بره کلاس ESL بشینه انگلیسی یاد بگیره. چرا به خودتون دروغ میگید؟ چرا به خاطر دروغاتون یه عده دیگر هم میکشونید دنبال خودتون؟ این ماجرا این ماجرای رجبیه دیگه، هم به خودش دروغ گفته، هم یه عده رو کشته دنبال خودش. حالا اونا میگن آقا مثل حضرت موسی بود، ملت وایسادن گفتن آقا این درخته، ما اون روز نمیدونم داشتیم میرفتیم یه نخ بستیم بهش، دوباره برگشتیم همین درخته، پس اون سرزمین موعود کجاست؟ موسی گفت کاری نداشته باشید دنبال من بیا. یه عده که رفتن کلمیا زرنگ وایسادن گفتن آقا ببخشید خر خودتی، ما دیگه دنبال تو نمیام. موسی هم زد به کوه، همه این پیغمبرها کم که میارن میزنن به کوه، رفت به کوه، اینا وایسادن اونجا طلا درست کردن و رقصیدن و سکس داشتن و مشروب خوردن و بماند و اینها، که البته الان تو اون منطقه میگن آقا این منطقه ای که موسی 40 سال این کلمی های بیچاره رو دور خودش چرخون، توی 2 هفته شما میتونید پیاده را برید. پس اونم بی خود گفته، اونم پیغمبر نبوده، اونم دروغ گفته، اونم مردم علکی کشته دنبال خودش برای که اینا رو خرب کنه بکشه دنبال خودشون. گفته شما you are chosen people، شما قوم مردم برتر بالاتری والاتری، شما اگه خدا اینجا میشینه تو بهش، شما همین زیر پاش میشینی. حالا زیر پای خدا هم چه خبره دیگه؟ خدا هم. خب حراس جمهوری اسلامی از رشد مبارزات کارگران، هر کارگری تو این اینا حاضر شد بیاد بشینی با هم صحبت کنیم. این تلفن‌های حسین از ایران قبلا پخش کردم و دیگه لازم نیست بریم سراغ تونل مولنای ایران و ایران هم ولش کن. بله آقای جمشید شکیبا هم کامپیوترش خرابه فعلا میره توی بابا کامپیوتر این روزا 170 دلاره، کامپیوتر خوبی که من مثلا بچه هم وقتی میخواستن برن دانشگاه میخریدم 2500 دلار، اونم الان که مدرسه ها سل شده هر راه شده الان 200 دلار. و این کامپیوتر 200 دلاری 10 برابر اون کامپیوتر 2500 دلاری تونتر، فستر، بهتر، تصویر بهتر کار میکنه. میرید 300-400 دلار میدید همون آشغاله رو دوباره برمیدارید میان خونه هفته دیگه کار نمیکنه، بندازید دور، بدید به این سازمان های چیز. من پریشب رفتم خونه پسرم، بعد پسرم گفت که بابا این عینکی مال توه؟ حالا یه عینک که اونجا بود، گفتم نه، ولی بذار بزنم به چشم ببینم. زدم گفتم نه این مال خوندن نیست، این مال یه کسیه که دور رو نمیبینه و بیچاره هر کی هم هست. گفت یه روز اومد اینجا با دوتا از دوستات حسین آقا و کوروش؟ گفتم بله. گفت ببین مال اونا نیست. فوری عکس گرفتم فرستادم کوروش، گفت نه این مال من نیست، بذار شاید مال حسین باشه. با حسین هم که تماس گرفت، حسین گفته بود که والا من یادم نمیاد، من هفته ای 3-4 تا عینک گم میکنم، ولی دیگه مهم نیست، اگه مال منم بوده عینک جدید گرفتم دیگه، اون شمارش قدیمیه. منم به این دوستم گنام برگشت به دکتر کوروش، گفتم باشه پس من اینو میدم به یک عینک فروشی است، میگه برای بچه های آفریقایی، برای پیرمردای آفریقایی، اینها پیرزنای آفریقایی، عینکایی رو که نمیخواین بدید ما بدیم به اینا. میگه آقا چرا با آفریقایی ها؟ گفتم خب آقا این نزدیک ما، این عینک سازی که من میرم مال آفریقایی هاست، حالا شما با آفریقایی ها مشکل داری؟ بعدم همه ماها اصلمون از آفریقاست، برید بخونید، برید یه چیزی یاد بگیرید. اون احمقی که میاد میگه خانم میترا فلانی درود بر شرفش که گفته من نمیخوام به زن نمیدونم کسی بشم، فقط میخوام زن ایرانی بشم، حتما عقب افتاده تو خونه‌شم نشسته منتظره که خانم میترا فلانی که گوینده تلویزیون فرانسه است بیاد بشه زن این احمق. حالا دیگه این دوتا احمق، اون یکی که وجود نداره، اون اصلا فرانسویه توی رادیو فرانسه، اینی که وجود نداره و این احمق چه بچه منگولی میخوان راه بندازن، کارمون خرابه. بعد برای این دوستم نوشتم بابا تو که دکتری اینو بخون. بعد میگه آره این فرضیه داروین هست و اینها، ولی اینجا که نگفته که ما هممون به اصطلاح به میمون اینا میریم. گفتم بابا حالا تازه من بهت گفتم با آفریقا، شما اینقدر اعتراض کردی، اگه من گفته بودم ما از نژاد میمون هستیم و برمیگردیم به تک سلولیا، لابد بلند میشدی 800 مایل 1000 مایل رانندگی میکردی، یه چوبی هم تو سر ما میزدی. خب این یکی دیگه خیلی جالبه، دوستمون آقا مجتبی اینو از ایران فرستاده،
چرا کیارستمی فوت کرد؟ آقای کیارستمی مریض بوده، به خودش دیر رسیده، فوت کرده، دلیل دیگه ای هم نداره. چرا پدر من جوانتر از ایشون فوت کرد؟ چرا فامیلای شما فوت کرد؟ والا ما الان یه دوستی داریم 50 سالشه، سرطان گرفته بنده خود. دو تا برادر در عرض 6 ماه فوت شدن رفتن که مادرشون هنوز زنده است. مادره اصلا من تعجب میکنم چجوری میتونه داغ این دوتا بچهش رو تحمل کنه. حالا آقای کیارستمی من نمیدونم، والا دو تا فیلمشم دیدم من چیزی نفهمیدم. البته یادتون باشه من نادانم، شماها انقدر شما مغزتون بزرگه، بعضیاتون اگه تو آینه نگاه کنید یا عکس بگیرید برای من بفرستید حتما گوشاتون هم دراز شده از بس که مغز فشار آورده گوشتون رو آورده بیرون. ما هنوز به مسئله پشکل و تپاله نرسیدیم و اگر این چیزایی که من می‌نویسم دوستان بهتون بر می‌خوره، بیاین به من بگید چرا بهتون برخورده. چرا مثلا شما رفتی توالت دیدی نه مثل بره پشکل میندازی نه مثل گاف تپاله میندازی بهت برخورده؟ چرا اون ویدیو رو نگاه نکردی بدونی که نگاه کنی برداشتی نظر دادی؟ یا خانم یا آقای شمشک، شما اگر ویدیو رو نگاه کردی این چیزی که نوشتی ماجرای ملا نصرالدین و بیزش چه کاری به این داره؟ خانم یا آقای گودرزی چه کار خانم شقایق داره؟ اینم بابا وقتی ما میگیم همه میدونن گوس چه کار شقیقه داره، دیگه چرا خودمون رو اذیت میکنیم میگیم خانم گودرزی و آقای شقایق و نمیدونم فلان؟ بابا درست حرف بزنیم، راحت باشیم. اگه میخواین ناراحت باشید برید تلویزیونای دیگه که طرف دوز پدر سوخته است و میگه ما باید انسان‌های فلانی باشیم، برید اونجا. اگه میخواین همین جوری که من تو مهمونی ام فردا شب هم شما منو ببینی، فردا شب راحتتون باشه، اگه طرفای رود آیلند هستید، اگه طرفای بوستون، نیویورک، کانتیکت هستید تشریف بیارید. کجا؟ اونجا هم که اومدید یه آبجو مهمون من، خودتون 6 تا آبجو 12 تا آبجو بیارید، یکی از اونها رو مهمون من بنوشید، 11 تای دیگه شو بدید به من. اوکی دیل، قرار داد. اوکی خب آره خوب شد من این چیزی رو که شان نوشته بود دیدم که بخونم. و اما اطلاعات، ببینید مثلا این میاد یه چیزی رو از اطلاعات آورده گذاشته، کسی که این کارو میکنه، حالا البته بازم دم این گرم حداقل تاریخشو زده، ولی اون تیکه روزنامه رو میذارن که حقیقیش معلوم بشه، نمیان این تیکه اطلاعاتو اینور بذارن عکس شاه رو بچپونن روش، اینورم برای خودش یه چیزی بنویسه. حالا دوستان شمایی که در ایران بودید به من بگید شرکت مینو در تهران، من یادم فکر کنم تو جاده کرج میدیدیمش وقتی رد میشدیم، شرکت مینو آگهی زد استخدام کارگر ساده مرد و زن، گروه صنعتی مینو جهت تکمیل کادر تولید خود تعدادی کارگر ساده را با حقوق و مزایای استثنایی و امکان ترفیع سریع و شرایط رفاهی زیر به همکاری دعوت می نماید. 1. سهیم شدن در سود کارخانه به مبلغ قابل توجه. 2. استفاده از مزایای بهره‌وری کارگاه و پاداش سالیانه. 3. وام برای رفع احتیاجات فوری و ضروری. 4. وام رهن و خرید مسکن طبق آیین نامه. 5. غذای کامل شامل سوپ، غذای اصلی، میوه. 6. پیوست بهره‌مند شدن از مزایای بیمه خدمات درمانی بازنشستگی حوادث. استفاده از صندوق تعاون رفاه کارگران شرکت. 8. استفاده از مزایای، اولا اگه کارگری اون چیزا رو داشته باشه دیگه صندوق تعاون رفاه لازم نبوده، اگر خونه داشته باشه، وام داشته باشه، زندگی داشته باشه، ولی چون دروغ میگیم اینجوریه. بعدم تازه طرف تبلیغ میکنه، وقتی که میری حالا اون باشه یا نه خدا میدونه، این پایین تر اومده همونو بزرگ کرده که براتون بخونیم. بفرمایید. وسایل زندگی، استفاده از مزایای شرکت تعاونی جهت خرید مایحتاج و کلیه وسایل زندگی به قیمت مناسب به طور نقد و اقساط. قربان مگه زمان شاه قیمتها نامناسب بوده که شرکت مینو میخواسته به قیمت مناسب به کارگرها چیز بده؟ ما که توی تلویزیون‌های آمریکایی، ایرانی آمریکایی میبینیم که میگن آقا هر کارگری
میتونه سالی دو بار بلند شه بیاد بره آمریکا و اروپا. والا بابای من 67 سال عمر کرد، تا 60 سالگیش از ایران بیرون نیومده بود، تا 50 خورده سالگیش از اینم دیگه وقت باز 60 شده بود. ما بچه‌ها والا پول کارگری، تازه اون کارگرم که بود بعدم خودش کامیوندار شده بود، کارفرما بود، ولی هیچ وقت همچین پولی نداشت، خونه هم از خودش نداشت. نکنید، والا دروغ به خودتون نگید. هرچی اینا رو دروغ بنویسید، دروغ بگید، یعنی ما احمق بودیم، خر بودیم، خنگ بودیم. من که نه، من سرباز حکومت نظامی بودم توی هوابرد. شما، بابای شما، داداش شما، پسرعموی شما، بابا خود رضا پهلوی میگه حتما اشکالاتی بوده که مردم انقلاب کردن. حالا دیگه شما کی هستی که میگی نبوده؟ اگر میگی نبوده بیا اینجا تو ما مشون مردم بدیم قیافت و آبروت و حسابی ببریم. بیا اوکی. ببینیم این چی میگه. رئیس کمیته روابط خارجی سنا طرح تازه‌ای برای تحریم ایران ارائه میکنن. اینا هم هر روز شل کن صفر کن، هر کدومشون پدر سوختا میخوان برن یه جایی یه نهاری بخورن، دوتا رأی بگیرن، میگن من برگردم برم مجلس، این کارو میکنم اون کارو میکنم. چپ و راستم مرخصی هم. همین الان که من به شما صحبت میکنم، آقای اوباما مرخصیه، مجلس مرخصیه، مجلس سنا مرخصیه، یه سوربی تو شهر خراب شده واشنگتن بود، اینم داره میره مرخصی. ایران تجاوز به دانش آموزان کلاس اولی توسط مدیر، تجاوز به دانش آموزان کلاس اول توسط مدیر و دو آشپز مدرسه. اصلا این خبر رو دیگه آدم باید بخونه ادامه بده؟ خب مدیره بعد بود، اون آشپزا که کارگرن، اونا چی؟ انسانیت، ناموس، شرف، غیرت، اینا کجا رفته؟ نمیدونم. خلاف وکیلی داریم همینجور میاییم. ذخیره آب، آها اون دفعه نشونتون دادم، حالا فهمیدم من اشکالم چیه. من اینا رو چون نگه میدارم میگم اگر کسی خواست برش بفرستم پاک نمی کنم. اون وقت چون پاک نمی کنم میریزه سیستم اونو به هم، از این به بعد اون سیستمم از بین میره. آقا ما یه چیزی گفتیم، شما شنیدی، دوست داشتی برو دنبالش. اینجا مدرسه کلاس اول نیست که دستت رو بگیریم بگیم با، بگم بگیم با. اینجا شاید بشه بگی دانشگاه، یه چیزی رو بهت میگن، شما میگی آهان این فکر خوبیه، من برم دنبالش. ذخیره آب باران جهت استفاده باغبانی، باغچه، ماشینشوری، فلان. خب این رو هم خانم مستانه شرق فرستاده بود، ما بدقولی کردیم نشون ندادیم. ایشون گفت بدقولی کردی، یا گفتم حالا که بدقولی کردم دو بار نشون میدم، دو بار نشون دادم عکسای منزلشون بود. خب برای لبخند امروز شما میگه رفته بودم سر کوچه دو عدد نان بخرم. بذارید ببینم، آها این رو علی شیرازی فرستاده. و کمی جنس به فرموده مامان بخرم، از قضا چشم من افتاد به یک دوشیزه، قصد کردم قدحی ناز از ایشان بخرم. قدری یا قدحی ناز؟ قدحی ناز، ناز مایه میریزن تو قدح. ناز خریدن شنیده بودیم، به نظر من چون نمیدونیم مایه جامد تعداد چیه باید بینیمش قدری ناز از ایشان بخرم. ولی میگه شاعر که به تنگایت نمیدونم به جفنگایت این هست. دیروز داشتم فیلم مراسم یادبود آقای داریوش تهرانی رو نگاه میکردم و یه شاعری توی این منطقه توی کانون، البته چون عکسش نشون نداد و اینا عکس آقای تهرانی رو نشون میداد، من نمیدونم کیه، حد میزنم کی باشه ولی نمیگم اسمشو. من اولین باری بود که پرنده شنیدم، ایشون میگه پرنده، یعنی یه تشدیدی گذاشته بود، نه تشدید دو تا ره، یه تشدیدی گذاشته بود شیش داره. حالا چرا میخواست قافیه جور بیاد؟ بابا نکنید، بلد نیستید نگید، مجبور نیستید تو مراسم ختم شعر بگید، تو مراسم بلبرون ختم سرور شعر بگید. این آقایی که من فکر میکنم اون باشه، یه دم ما رفتیم کانون، یه آقای آمد صحبت کرد، اگه فکر نکنم همین پدر سوخته بیژن سفسری بود،
بعد این راجع به ایران و روزنامه نگاری و اینا صحبت کرد، بعد اسمین نیست شما میری سوال میکنی. بعد من دیدم اینا رفتن اونجا، این آقا دست کرد تو جیبش یه کاغذی در آورد یه شعر خون، اصلا هیچ ربطی نه به اون روز داشت نه به این مطلب داشت. من گفتم که دوستان من متوجه نشدم این شعر ربطی داشت به این. گفتن آها تو کانون رسمه شما اون 3 دقیقه که وقت داری هر چی دلت خواست میتونی بگی. حالا میدونی چرا این کانونیا از من میترسن یا بعدشون میاد؟ من گفتم از این به بعد اولا اسم منو اول از همه بنویسید، چون اینجوری هم هست بدونی که ببینه سخنران کیه، یعنی میدونن کیه، بدونی که ببینه چی گفته وسط بریک بره بنویسه، از همه اول میگه اسم منو بنویس. گفتم اولا اسم منو هم میشه دیگه بنویسید، بعد من میخوام بیام اون 3 دقیقه یا میخوام آمنه براتون بخونم یا دوستت دارم میدونی براتون بخونم یا میخوام فقط وایس هم نگاه کنم 3 دقیقه میخوام نگاه کنم. اینا دیدن بابا عجب این قانون مزخرفی گذاشتن. خب قانون رو یکی باید اعتراض کنه، یکی باید عوض کنه. اگه قانون شکن نبود قانونای جدید نمیمد، قانونای بهتر نمیمد. در اصل این رسیدیم قصد کردم قدری ناز از ایشان بخرم، ناز از دلبر تناز خریدن دارد، بهتران است که از داف پریسان بخرم. والا من نمیدونم این چیه داف پریسان. بس که ابروی تتو، آها این شعرهای جدید ایرانه، خدایا ما دیگه ایرانی هم بلد نیستیم حرف بزنیم، تتو هم خالکوبیه. بس که ابروی تتو، واو این خانمای ایرانی، خدایا ابروهر تراشیده بعد یه ابرو درست کرده اینجوری، مثل اینایی هست که یه خبر بعد بهشون دادن بهتشون زده. اون وقت بعد ببخشید اینو میگم آ دوستان، تو رو خدا اگه ابروتون تراشیدید، خب مثل ما که وقتی میخوایم بیام جلو دور دوربین ریشمون میزنیم، شما اون ابروی اولیتون رو لطف کنید بتراشید که اون ابروی ثانوی که مثل مریخیان اونو آدم ببینه. دو طبقه ابرو میبینی، یکیش اینجوری موهای ریز مثل اینجا میگن 5 o'clock shadow، مثل این که شما صبح ریشتو زده باشی 5 عصر. من نه، من همدورا کمو هم، نگاه اینجا هم نکنی، همین هم خیلی کمه به نسبت ایرانی ها. ساعت 5 عصر یه سایهی میندازه این توی ارتش، اینجوری یه چوب یک کاغذی رو سرگروبان ها میکشیدن روی صورتت که صدا نده. اون وقت اگه بهش میگفتی خب خودت اینو بکش رو صورت خود احمقت ببینم چه صدایی میده. خلاصه بس که ابروی تتو با مژه‌اش ست شده است، مانده بودم چه از آن سرو خرامان بخرم. لب غرق رژ و گیسوی فشن را باید، شده حتی به شبی رفتن زندان بخرم. بی خیال رصد گشت شدم یک لحظه، تا اگر هم شده با چنگ و دندان بخرم. که به خود آمده دیدم به سرش شالی نیست، به کجا میروم این گونه شتابان بخرم. نکند دوره چهل سال عقب برگشته، یا که من آمدم از عهد رضاخان بخرم. رضاخان 40 سال پیش نبود، 80 سال پیش بود. با تعجب و کمی دلهوره گفتم بانو به بهرتان روسری اندازه روبان بخرم. گفت با لحن زنانه برو گم شو عوضی، پسر مش سفرم، آمده ام نان بخرم. آها یه عکسی هم گذاشته اینجا. آها این ماجرای ایرانه که من فکر کردم این به خانما داره طعنه میزنه که به اصطلاح خیلی روسری هاشونو میبرن عقب و اینها، که اینم من باز گفتم ما ایرانی ها کرم داریم. اگه یک هنرپیشه‌ای بلند میشه از انگلستان میره ایران و میاد، مسئولین و اینا کاری بهش ندارن، ایرانی ها هی گیر میدن تا اون مسئولین بگن آقا این گفته بود ما آرایشگریم و از این به بعد بیشتر تلاش میکنیم. حالا این پسره خب اینجوری میبینید زیر ابروشو برداشته، یه دستمالی هم بسته توی موهاش، و اون آقا که خیلی حشری بوده فکر کرده ایشون زنه و میخواسته ازش چی بخره. نمیدونم، در صورت خدا عاقبت آخر عاقبت ما رو با این شاعرها به خیر کنه. پتیک اینجا باز میگه که
بله، میگه احساسات رقیب من موجب آن گشت که در مصاحبه جان لمون با دکتر ویلیامز اشکای من هم همراه اشکای او سرازیر گردد، مخصوصا که زمانی گفت اگر من هم لباس دکتری را در آورم در مقابل. آها، این دن لمون هست، جان نیست. دن لمون مال سی ان ان، گوینده سی ان ان و اون ماجرای کشتار پلیسا در تگزاس و بعد اون دکتر سیاهه که گفته بود که من با وجودی که داشتم اینا رو عمل میکردم و اینها، ولی ازشون میترسم و اگه منم لباس دکتریمو در بیارم اینا تو خیابون ممکنه از این بدتر به سر من بیارن، چون قبلش دو سه نفر رو کشته بودن. طرف خوابیده رو زمین، دستش کرده بالا، میگه دونات شوت، تیراندازی نکن. طرف اومده بالا زدش، سه تا تیر زده، یکی زده تو پاش. خب آیا این برای این دولت که خود را بالاتر از همه میداند شرم‌آور نیست؟ همین احساس باعث شد زمانی که آن سرباز 10 نفر را به ضرب گلوله از پا انداخت 5 نفر کشته شدند. چرا من باید به خود اجازه دهم و کار او را به عنوان تلافی تمام بله، این رو آقای بیلمار به صورت خیلی قشنگی گفت که من تعجب کردم که چرا زودتر سیاها عصبانی نشدن دست به اسلحه ببرن، یعنی انتظارش میرفته. چیزی که از اون چون میفهمه منتظر بوده، اونایی که نمیفهمن همینجور به کار زشت خودشون ادامه میدادن. من از شما عذر میخوام، شبتون خوش. در ضمن گفتن که مسئله ندارن در مورد ایران. یه دوستی برای من وقتی که ایمیل فیسبوک میفرستاد، من که باز میکردم میبرد من تو صفحه اصلی ایشون و با اسم ایشون میگفت ساینین کن، ولی الان جدیدن که میفرستید همش باز میشه، درسته. و اما هواپیمای عربستان در اسرائیل فرود میآین، این خبرم کهنه بود، من فقط براتون دارم میخونم تا اینا پاک بشه، تمیز بشه بره. و اون آلمانی ایرانی تبار به جرم جنایت جنگی به زندان محکوم شد، دادگاهی در آلمان برای نخستین بار، اینم خبر قدیمی براتون خونده بودم. و اما باز گویا نیوز یک خبری رو داشتم، بله، افشای راز قتل خانوادگی بود که گفتم عمه ایرانی که به اصطلاح مسئول قیم اونها بوده زده بود اون بچه های داداش رو مثل که کشته بود، قلقم کرده بود. و اما دوباره ایمیل احوالپرسی از آقای جمشید شیرازی داشتیم، ممنونم. ایشون هم گفتم کامپیوترش فعلا خرابه، رفته استراحت کنه. این رو گذاشتیم اینجا، ولی این پیام ببینم مال کیه. قبلا فکر کنم 703 مردم آها، این فرخ ثقفی، بله. بابا یه کمی صبور باشی. آقای فضائل عزیزانم زنگ زده بود میگه آقا چقدر پیام طولانی، ما اولی که این دستگاه رو راه انداختیم اصلا پیام نذاشتیم، گفتیم دیگه سال 2016 همه میدونن وقتی که میگه بیپ اونا پیام میذارن. 10 نفر زنگ زدن، ایمیل فرستادن، ما رو شب ساعت 2 شب گیر آوردن، آقا این تلفن مال خودته، چون صدای خودت نیست، آمدیم صدای خودمون رو گذاشتیم. فرخ جان، شما که تو کار رادیو تلویزیون بودی، شما چی میگی؟ ما به خیال خودمون خیلی قشنگ گفتیم از تماستون با تلویزیون مردم ممنونیم. خب این یه بار تلویزیون مردم، بعدم یه شعاری درست کردیم، همه بشر دارن شعار میدن، به شعار دلشون خوشه. گفتیم تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم. پتیک گفت بگو آقا با حمایت مردم، مردم پول بهت میدن. ما گفتیم با حمایت مردم، اینم 4 تا مردم پولم ندادن. حالا شما به جای این که اینو بگی، آقا برنامه آقای اجلالی رو داشته از تلویزیون فیفکس میدیده به ما زنگ زده. این برنامه قدیمی بوده، اب نداره. در اصل فرخ قبلا که توی برنامه‌ای اینجا ما برنامه داشتیم، هر شنبه تماس میگرفت، آدم با ذوق و شوقی است. حالا امیدواریم یه جوری تلویزیون مردم رو هم بتونی ببینیم. دوستان عزیز، 9 دقیقه دیگه میبرمتون ایران، میبرمتون تهران تا بشینید پای صحبت‌های آقای حسن ارشاد. برنامه 91مین 91 هفته، 4-5 هفته هم تعطیلی گرفته، 96 هفته، تقریبا نزدیک 2 سال هست ایشون اینجا برنامه داره. و اینجا من یه چیزش بهتون بگم، خجالتش برای اون دوستان بهایی که گفتن آقا اگه این بیاد ما نمیان، ببخشید میخوام که نیان،
دست و پاتون قطع. مگه وقتی شما آمدید مردم به من گفتن اگه این باهایی ها بیان ما نمیایم؟ من وای نسادم روبرونا، شما باید منو میشناختید. در صورت ممنونم آقای حسن ارشاد. 91مین جلسه برنامه بهاییان تبلیغات دگر اندیشان را در جامعه بهایی ممنوع میدانم. جالب همینه که به همین قانون معترضند که چرا جمهوری اسلامی تبلیغات بهاییت رو در ایران ممنوع میدونه. اگر یه بهایی میخواد صحبت کنه مهمون من باشه در این باره صحبت کنه. هنوز ما به پشکل و پهن و اینها نرسیدیم، سب بدیم. خب بحث آسیب شناسی رو آقای یزدان خداونده رو چهارشنبه بود، هفته آینده. آها، افتخار دیگری برای ایرانیان، دوباره دنباله همون، این خانم هم شده نمیدونم شهردار ایتالیا، شهردار روم، کجا افتخار. اوکی، ما افتخار کردیم بسمونه. قبل از این خوندم یه ایرانی رو گرفتن به عنوان کمک به تروریستا، آیا به خاطر اونم باید خجالت بکشیم یا نه، یا ما فقط یه سره هستیم؟ I told my son you will marry a girl. آه، این داستان رو گفتم بارها، از زرنگی سیاست مدارا صحبت میکنه که طرف به پسرش میگه که با دختر بیل گیت صحبت میکنی، ازدواج میکنی، پسره میگه که آها، میگه که برات یه دختری دیدم، پسره میگه که من نمیخوام قرن 21 خودم زن میگیرم، میگه آخه دختره دختر بیل گیته، میگه خب باش، میره به بیل گیت میگه که نمیدونم من میخوام از این ماجرایی، از این ببخشید یه بار گفتم بسم الان دیگه. خب آقای ما جبرانی هم رفته بود استرالیا، امیدواریم به خوبی و خوشی برگشته باشه. و اما صدیق خان لندن، شهردار لندن، و اما این بابا من اینا رو پاک کنم خیلی راحت میشم. اوکی، استقبال زندانیان اوین از گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس که من این رو نشون دادم، از شماها پرسیدم و متاسفانه بی‌همتی، بی‌غیرتی، بی‌تفاوتی یه نفر جواب نداد که آیا به نظر شما این مجاهدین که اعلامیه اینجوری می‌نویسن، آقای استانلو شما که در زندان ایران بودی، آقای فخرآور که در زندان ایران بودی، آقای باطوی که در زندان ایران بودی، وقتی اینو می‌نویسن به نفع ایرانیان میشه یا به ضرر ایرانیان میشه؟ ببینید چی نوشته مجاهدین. مجاهدین نوشته استقبال زندانیان اوین از گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس. آخه ببینید، ببخشید، مجاهدین باید احمق باشن تا یه همچین اعلامیه‌ای رو بنویسن، چون نشون میده زندانی اوین خبر داره اینا کی گرد هماییشون بوده، تلویزیون داشته نشسته نگاه کرده، ایمیل داشته تماس گرفته، تلفن داشته با این. بابا نفهمید، اگه نفهم نبودید اول دنبال کون یاسر عرفات، بعد دنبال کون صدام حسین، بعد دنبال کون عربستان سعودی، بعد دنبال کون محمود عباس نمیدویدید. محمود عباس خودش مردی که رئیس سازمان خودگردی نمیدونم فلانه، یک کشور کوچولو مثل خر به گل مونده، خودش رو مردم قبول ندارن. و شما میرید مثل این عقب افتادا عکس نشون میدید، نگاه کنید مسعود رجایی اون موقع این شکلی بود، ولی این آقای ابریشمچی ببین اون شکلی بود، اونم میگه این ابریشمچی این به این خوشگلی حالا اینجوری شده. خب خانم مریم میخواست بگی من زنش بودم، پدرش رو درآوردم، ولی چرا ماشاءالله سربی هر کی میبینتش میگه سربی تکون نخوردی یا؟ منم فوری میگم حسن همسر، باید میگفتی خانم مریم خانم به این محمود عباس. نمیدونم چی شده همه عربا افتادن دنبال ایشون. خب ببینم، من بازیگر زن هلندی به ایران مهاجرت کرد، این نه گدای شیرازی، عکس یک گدایی رو یه دوست برای من فرستاده از این گدای قلابی که گویا 500 میلیون تومان پول تو خونش بوده، مردی که گدایی میکرده و بردن ریش و ایناش زدن قیافه، حالا درست ما نمیخوام بگیم قیافه شناسی، ولی قیافه به افغانی ها میبره. البته افغانی ها الان سالهای سال در شیراز موندن، احتمالا آب و هوا و جو اونجا رو اینا و قیافه شون اثر کرده. بله، میگه که جناب سربی لطفاً بگویید برنامه حسن ارشاد را کجا باید دنبال کنیم. قربونت برم، همین 4 دقیقه دیگه تلویزیون مردم، مردمtv.com. و امروز برای این آقای پویا عزیز ما روی صفحه فیسبوک تلویزیون مردم هم اینو میذاریم. ببین
آقای ارشاد یا شما میتونید هر وقت که ایشون برنامه داره $10 هزینه کنید، من براتون بزنمش رو فیسبوک که دنبالش نگردید. حالا $10 اولی مهمون من. ما دوست عزیز پویای گرامی باید یاد بگیریم برای چیزایی که میخوایم هزینه بدیم. اگه هزینه ندیم میشه ماجرای حرف مفت تلگراف و بعدم یه روز دیگه به اون میگن که دیگه حرف مفت بسه و باید پول پرداخت کنیم. یه خبر مهمی رو من گذاشتم که به شما بگم، ولی بله آها، همین دوستمون گفت به علت گرفتاری یادت رفت از بچه‌های امیرکبیر و نواهاش بگی، تا حالا 4 بار گفتم براتم اون خبر پیدا کردم و ممنون و متشکرم. آهان این دوستمون آقای فرهمند، نصرالله فرهمند گفته بود که امروز سخنان آقای جان کری وزیر امور خارجه. آقای فرهمند شما توی فرانسه زندگی میکنید، دولت فرانسه دولت صاف و صادق و خوبیه؟ خب بیاین صحبت کنید، تنها نشینید یه چیزی رو بنویسید برای 80 نفر بذارید، والا 2 نفرم نمیخونن، خود من تا خط 4 اینو نخوندم. نمیدونم چه باید کرد. دوستان بریم دیگه، 2 دقیقه زودتر تا برنامه آقای حسن ارشادم بتونم روی فیسبوک بذارم. مثلا پویای عزیز شما برنامه آقای ارشاده که گذاشتم اونجا، شما شیر کن با دوستانت، بفرست برای دوستای دیگت هم تا ببینم. خب دوستان فیسبوکی فعلا خداحافظ تا جمعه هفته آینده. و بله، برای که اون قسمت آرشیو و یوتیوب، ایشون خودش یوتیوب داره، وقتی خودش یوتیوب داره اگه من یوتیوب اونو بذارم یوتیوب منو میندازه بیرون. دوست عزیز شما که اینقدر آقای حسن ارشاد میشناسی، یه بار که میری تو یوتیوبش اون لینکش رو یادداشت کن و از اونجا دنبالش کن. حالا اگه وقت کردم شایدم عکسش رو مثل آقای فرزاد شبستری بذارم، چون آقای فرزاد شبستری هم یوتیوب خودش رو داره، لینکش کنم به اونجا. ممنونم که با ما هستید، هم شما هم دوستان دیگه. آخر هفته خوبی داشته باشید. هر کدومتونم دوست داشتید فردا بیان رودالن نیوپورت جینیز هوکا لاونج، احتمال زیاد از ساعت 7:30 تا پاسی از نیمه شب با شما هستیم. روز روزگار بر شما خوش. اینجا هم خداحافظ.